Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. موضوع محکمات و متشابهات در قرآن برای کسانی که فقط قرآن رو میپذیرند یک موهبت و یک عنایت الهی است و برای کسانی که قرآن رو رها میکنند و به کلام بشر در برابر کردن کلام بشر با خدا می‌پردازند معضل و انحراف ایجاد می‌کنه. خود قرآن در این زمینه می‌گوید که امر هدایت و گمراهی، ملاحظه بفرمایید که موضوع هدایت و جلوگیری و دوری از گم شدن و منحرف شدن تنها موضوعی است که در قرآن مطرح می شود. یعنی اصلا قرآن موضوع دومی درش نیست. کتاب کتاب هدایت است، هدف هدایت است. از این مطلب مهمتر و با ارزشتر در قرآن وجود نداره. یعنی موجودیت قرآن و حیات قرآن بستگی داره به راه قرآن، به هدف قرآن که هدایت بشره. و قرآن میگوید که همین هدایت از قرآن، نه از بیرون قرآن. خوب دقت بکنید مطلب رو، خیلی مطلب خطیره. بسیار دقت بکنید در این مورد. قرآن میگوید که این امر هدایت که تنها کاری است که قرآن میکنه، مثلا قرآن شغل دیگه ای نداره. برای چندمین بار عرض میکنم این رو، که قرآن مثلا آش هم میپزه، راجب اتم هم صحبت میکنه. قرآن هیچ اون کارها رو نمیکنه. قرآن متعهد هست که هدایت بکنه بشر رو به خدا. یعنی کار قرآن این است که این بشر سرگشته و پریشان روزگار و سرگردان رو در مسیر قرار بده و به او کمک کنه که قدم برداره و حرکت کنه به طرف خالق خودش، تا به خالق برسه و در خالق مستحیل بشه. کار قرآن این است که از این چشمه ای که بر فراز کوه قرار داره و آب زلال غلیان میکنه و در جویباره یا رودخانه وارد میشه، مسیر این رودخانه رو برای این آب مهیا کنه و این آب رو هدایت کنه در مسیر این رودباره و رودخانه که وارد بشود به دریای وصل و وحدت، وصال و وحدت، و در اونجا از خودش فانی بشه و به دریا یا به بحر باقی بشه. قرآن کار دیگری نداره. قرآن میگوید که جز ای کاری، بزرگترین کاری که نباید بکنی، یعنی خطرناکترین و اشتباه ترین کاری که تو میکنی، کاری است که جلوی هدایت رو میگیرد، سهل است، موجب گمراهی تو میشود. یعنی هم هدایت نمیشوی، معلق هم نمیشی، این وسط گمراه میشی. یعنی اگر ما بگوییم که یک راهی هست به نام هدایت، یک برزخی هست به نام تعلیق بین هدایت و گمراهی، و یک راهی هست به نام گمراهی، میگوید که
این کاری رو که میخوام عرض بکنم، اگر این کار رو کردی، این کتاب هدایت، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، این کتاب هدایت تو رو رها نمی کنه که تو بی هدایت بشوی. این کتاب هدایت برای تو تبدیل می شود به کتاب گمراه کننده. تکرار می کنم، کار قرآن یک هنر بیشتر نیست، این کتاب یک هنر بیشتر نداره، بشر رو هدایت بکنه به صراط مستقیم و به او ابزار و توشه راه بده و نقشه راه بده و بگه حرکت کن به طرف خدا. هیچ کار دیگه ای قرآن نداره که در این سفر خطرات راه رو به شما نشان بده، مسیر رو به شما نشان بده، نقشه رو به شما نشان بده، وسیله نقلیه در اختیار شما بگذاره، نحوه رانندگی رو به شما یاد بده، علائم راه رو به شما یاد بده و به شما بگه که بگو یا الله و حرکت بکن برو. این کتاب کارش اینه. حالا میگوید که در یک حالتی هست که خیلی کارهایی میکنی، گناه میکنی، حرف گوش نمیدی، کارهای مختلفی میکنی، از راه منحرف میشی، گوشتو میگیرن، دو مرتبه میارمت در راه، تون میری، تصادف میکنی، میری بیمارستان، خوب میشی، دو مرتبه بر میگردی، دو مرتبه به سفر ادامه میدی. اما یک کار هست فقط. میگه اگه اون یک کار رو کردی، اولا که هدایت نمیشی دیگه. میگم خب هدایت نمیشم، از راه بیرون میفتم دیگه، بی هدف و سرگردان میشم، یعنی بی راه میشم تا دو مرتبه راه رو پیدا کنم. میگه نه، اینجور نیست. از این راه به یک راه دیگری میفتی که اون راه، هر چقدر که اون راه رو بپیمایی، از خدا دور میشی، سرگردان نمیشی، رهنورد میشی، ولی راهی که درش قدم برمیداری راهی است که مرتب از خدا داری فاصله میگیری، دور میشی. این خطرناکتر از تعلیقه، خطرناکتر از سقوطه. میگه ساقط نمیشی و به اون معنا که از جاده افتادم بیرون، الان سرگردانم، از این جاده به یک جاده دیگه میفتی که جاده دوری از خداست، خلاف این جهته که این جهت که داری به طرف خدا میری، از راه بیرون نمیفتی، تو یک راه دیگری میفتی. خب چه کسی منو گمراه میکنه؟ هدایت رو از دست میدم، از راه هم بیرون میفتم، خیلی بده دیگه، خطرناکه. میگه نه نیست، از این راه بیرون میفتی، قرار میگیری در یک راه دیگه، راه گمراهی. میگم کی منو گمراه میکنه؟ میگه همین قرآن. این رو میخوام توجه داشته باش. میگه این هادی گمراه کننده تو میشه. وحشتناکه نیست؟ وحشتناک نیست به نظر شما که پدر شما که حمایت میکنه از شما، هدایت میکنه شما رو، مادر شما که شما رو به دنیا آورده، وضع حمل کرده، درد کشیده، رنج کشیده، مرارت داشته تا شما پا به هستی گذاشتی، شما گوشه ای از او هستی، جگرپاره او هستی، اون وقت قرآن میگوید که این مادر حمایت میکنه از تو، حامی توه، نجات دهنده توه،
جان نثار توه، جان خودش رو میده که تو حفظ بشی. اما میگوید یه یک کار هست، فقط چند تا کار هم نیستن، یک کار هست که اگر اون یک کار رو انجام بدی این مادر قاتل تو میشه. شما میتونید تصور بکنید که مادری که فدایی و جان نثار شماست، یک عمل فقط در این دنیا و کائنات هست که شما اون یک عمل رو اگر انجام دادی، همین مادر که در واقع مولد تو هست و تو رو وضع کرده و پا به این جهان گذاشتی و پاره از او هستی، همین مادر سر تو رو از تن قطع میکنه اگر اون کار رو بکنی. یعنی کشته میشی. میگم خب فرار میکنم کشته نشم. میگه نه، به دست همین مادر کشته میشی. این وحشتناکه. امیدوارم که زبان قاصر من توانسته باشه اهمیت موضوع رو منعکس کرده باشه. قرآن کتاب هدایت است. هر کاری که بکنید این هدایت عوض نمیشه، تعویق میفته، ممکنه که موقتا تبدیل بشه، سست بشه، ممکنه از راه بیرون بیفتید، سرگردان بشید، بیراه بشید، دو مرتبه به راه برگردید، توبه کنید. همه این مسائل هست. اون کار به خصوص رو اگر کردید به اون معنا گمراه نمیشید که بیراه بشید. گمراه میشید، در راه هستید، بازم راهی که هر چه بپیمایید از خدا دور میشید، راه معکوس، راه گمراهی، راه رسیدن به شیطان، راه دوری از خدا. حالا این وحشت به اوج خودش میرسه وقتی من میگم شیطان راه من چه کسی خواهد بود؟ قرآن میگوید اگر اون فعل رو انجام بدهی، شیطان راه تو همین قرآن خواهد بود. من تصور میکنم که ما اگر فقط به همین یک نکته توجه بکنیم رستگار میشیم. یعنی ما اگر که یک نگاه کامل دو جانبه داشته باشیم به قرآن، میخواهیم که خطرناکترین شیطان راه رو مشروطن ببینیم، همین قرآن است. میخواهیم خدا رو روی زمین ببینیم، همین قرآن است. یک فعلی هست که اگر اون فعل رو به جهت الف انجام بدی، این قرآن میشه کلام حی، فرشته هدایت تو میشه و به عنوان یک عنصر زنده و زیشعور دست تو رو میگیره، در این مسیر با تو حرکت میکنه. این قرآن. اون فعل رو اگر انجام دادی که قرآن توضیح میده دربارش، همین قرآن تبدیل میشود به شیطان. این قرآن برای اون عمل در همین دنیا، منتظر قیامت و اینهام نشید، همین دنیا، همین الان وقتی که اون عمل رو انجام دادی، دنبال شیطان بیرون نگرد، همین قرآن شیطان تو میشه و تو و من رو به اسفل السافلین میبره. همین قرآنی که اگر فعل الف رو انجام دادی تو رو به اعلی علیین میبره، اگر فعل الف رو انجام ندادی و فعل ب رو به جای اون انجام دادی، تو رو به اسفل السافلین میبره. همین وسیله، نه شیطان از جای دیگه بیاد، همین قرآن مبدل به جهنم و همین قرآن مبدل به بهشت میشه، همین قرآن مبدل به فرشته هدایت و همین قرآن مبدل به شیطان ضلالت میشه. یعنی شما وقتی قرآن میخونی داری کتاب شیطان رو میخونی.
اگر اون فعل رو انجام بدی. امیدوارم که اهمیت این فعل و خطیر بودن این فعل برای شما مسجل شده باشه. اتاق فرمان لطف میکنن به من و سوره 2 آیه شماره 26 رو روی صفحه قرار میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً کامپیوتری که جلوی منه یاری نمی کنه برای این کار. این است که صدای قاری رو نخواهیم داشت، صدای این قاری رو خواهید داشت. ببخشید. ما سعی می کنیم که قرآن رو همیشه با صدای یک قاری که به زبان به لهجه و به اکسنت عربی سالم بخواند، که شما اگر که قرآن رو میخواید بیاموزید از که صدا و لهجه خوب بیاموزید، از لهجه ایرانی واژه های عربی رو نشنوید، از خود عرب زبان بشنوید که اصالتش حفظ بشه. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله، بی تردید الله، لا یستحیی، استحیا هم به معنای ابا کردن هم به معنای بنا کردن و حیات بخشیدن، به واقعیت نشان دادن و حیات عینی و واقعی به مدعا دادن. ان الله لا یستحیی، خداوند ابا نمی کند و خداوند بنا نمی کند، حیات نمی بخشد، واقعیت خارجی نمی بخشد. ان یضرب، به اون چه که مثال می زند، ان یضرب مثلا، به چیزهایی که مثال می زند، مثلا ما به عوضتن فما فوقها، به چیزهای بی ارزش و کوچک، پشه ناقابل یا بالاتر از اون، مثال هایی که می زند. فاما الذین آمنوا، پس موضوع چی هست؟ آن موضوع مثال هست، موضوع متشابه هست. همه این سخنانی که گفتم برای این که به این موضوع برسیم، به موضوع متشابه برسیم، به مثال برسیم. خداوند واقعیت نمی بخشد و زنده نمی کند و ابا ندارد یا شرم ندارد یا وحشت ندارد یا خجالت نمی کشد از مثال زدن به چیزهای بی ارزش و چیزهای بالاتر از آن، فوقها، چیزهایی که بالاتر هستند. فاما الذین آمنوا، و اما کسانی که دارای ایمان هستند، فیعلمون، پس به لحاظ ایمانشان، پس فا به اون معنا دیگه، فیعلمون، لحاظا می دانند، انه الحق من ربهم، که اون مثال ها، اون تشبیهات، اون متشابهات از سوی ربشان است، از سوی معلمشان است، از سوی مربی ایشان است، از سوی حمایتگر ایشان است، از سوی رازق ایشان است، از سوی مربی ایشان است.
میفهمند که این مثال و این متشابه که خداوند میگوید من صورت خارجی به او نمیبخشم و به مثالی که میزنم واقعیت عینی و واقعیت خارجی نمیبخشم. کسانی که ایمان دارند باور میکنند این حرف خدا رو و میدانند که این حرف از مربی میآید، از معلم میآید. روش آموزشی این مربی و این رب است که این چنین میآموزد، از این طریق میآموزد. باور میکنند که مثال هایی رو که قرآن میزند این مثال ها رو شامع عینیت و انسجام بر او نمیپوشد و مثال هایی که قرآن میزند برای تدریس و برای تفهیم یک مورد است. اون مثال ها رو به این نحو تلقی نمی کنند. اونهایی که ایمان دارند، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ انه الحق من ربهم، که این مثال ها بر اساس یک حقانیت است با وجودی که منسجم نمی شود، با وجودی که انسجام و جسدیت پیدا نمی کند، تجسد پیدا نمی کند. با این وجود برای تربیت و برای تعلیم است، برای هدایت است، از سوی اون هادی، از سوی اون رب. با وجود اینکه صورت عینیت جسمیت به خودش نمیگیرد برای چندمین بار، اما واقعیت دارد و اثر دارد و حقانیت دارد در تعلیمی که میدهد، در علمی که به لحاظ اون تمثیل می‌آموزد. در اون علم حقانیت هست، در اون علم واقعیت هست، نه در مثالی که می‌زنه. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، همون چیزی که استحیا نمیشه برای بار صدوم. و اما الذین کفروا، و اما کسانی که کفر می‌ورزند، دانسته یک امر معلومی رو مجهول می‌انگارند و اعلام می‌کنند که این نیست، در حالی که می‌بینند و هست. تکذیب واقعیات می‌کنند، می‌گویند من نمی‌دانم، در صورتی که می‌دانند. میگویند دروغ است، در حالی که میدانند راست است. تکفیر میکنند، واقعیت رو میپوشانند و اون چه واضح و مبرهن است پنهان میکنند و اون چه صدق است دروغ میپندارند و دروغ اعلام میکنند، کفر میورزند. فاما الذین کفروا، و اما کسانی که کفر ورز هستند، فیقولون، چنین میگویند، مازا اراد الله به هازا مثلا، به چه چیز اراده کرده است الله با آوردن این گونه مثال ها. خب توجه بکنید، کسانی که ایمان دارند، امنیت دارند در درونشون، به باورشون تکیه می کنند، می دانند، معلوم اونهاست که هدف از این مثال ها چیست. دنبال تجسم و دنبال واقعیت عینی داشتن به مثالی که زده میشه نیستند.
بازرگانی، پرتقال فروشی 10 عدد پرتقال خرید، دانه 1 دلار. پرتقال ها رو آورد به شهر، 2 تا پرتقال خراب شد، بقیه پرتقال ها رو فروخت دانه 2 دلار. حساب کنید که سود کرده است یا زیان کرده است. کسی که ایمان نداره از معلم سوال میکنه که آقای معلم، خانم معلم، چرا دروغ میگی؟ پرتقال فروشی نیست، پرتقالی نیست، پرتقال دونه 1 دلار نمیخرن، 2 تا پرتقال خراب نمیشه، چرا خانم دروغ میگی؟ چرا آقا دروغ میگی؟ از این بحثا میکنن. کسانی که کفر میورزند، یعنی میداند که اینجا کلاس درسه، اینجا دکان پرتقال فروشی نیست و کلاس درس کلاس متمتیکه، کلاس ریاضیاته، و این معلم الان داره جمع و تفریق و ضرب و تقسیم یاد میده. این معلم با پرتقال کاری نداره. تو بدون پرتقال نمیفهمی. وقتی پرتقال میاد وسط، اون وقت یاد میگیری و میفهمی که 10 ضرب در 1 مساویس با 10. 10 پرتقال خرید دانه 1 دلار. یعنی شما ضرب رو یاد بگیر، 10 ضرب در 1 میشود 10. از این 10 پرتقال 2 تا پرتقال خراب شد. یعنی یاد بگیر تفاضل و تفریق رو در ریاضی یاد بگیر. 10 منهای 2 مساویس با 8. و پرتقال‌های باقی مانده را فروخت دانه 2 دلار. نه 2 دلاری وجود داره، نه پرتقالی وجود داره، نه پرتقال فروشی وجود داره. اگر هم داره، بدون ارتباط با این مثالی که ما میزنیم، میخواد وجود داشته باشه، میخواد نداشته باشه، هدف پرتقال فروش نیست. هدف این است که شما 8 ضرب در 2 کنید و معلم ببینه که شما به رقم 16 میرسید یا نمیرسید. 10 ضرب در 1 رو یاد گرفتی، 8 ضرب در 2 رو یاد میگیری یا یاد نمیگیری. قدم 4 چقدر سود کرده؟ 16 دلار دریافت کرده، 10 دلار خرج کرده، 16 به تفریق 10 میشود 6. 2 بار ضرب و 2 بار تفریق از شما آزمایش شده در این فرمولی که 4 عمل انجام دادی شما. و معلم میخواد ببینه که شما این ضرب و تفریق رو میدانی یا نمیدانی. وقتی دانستی تمام میشه. اون چه که به جا میماند، علم شما به جمع و ضرب و تقسیم و اعمال ابتدایی ریاضیاته. حالا برای اون کسی که میداند هدف این کلاس چیست، اصلا پرتقال فروش رو کاری نداره، جمع و تفریقش رو انجام میده، ورقش رو میده، نمرش رو میگیره، میره کلاس بالاتر. اون کسی که کافر هست توی این شاگردا، یعنی میفهمه که برای چی آمده اینجا، ولی پنهان میکنه بینش خودش رو، علم خودش رو، هی به معلم پلاش میشه، هی به معلم میپیچه، درگیر میشه با معلم که آقا این پرتقال فروش اسمش چی بود؟ نکنه شما دروغ میگین؟ معلم که نباید دروغ بگه. مثال زدن یعنی دروغ گفتن، همین حرفایی رو که راجب قرآن میزنن. پس خدا دروغگوه؟ پس خدا راستگوه؟ پس اگر خدا گفته که نوح اینطور شد و اونطور شد، یونس رفت تو شکم ماهی، بگیرین مردم این آقاسی دروغگوی کافر رو، گفته یونس تو دهن ماهی نرفت. خب این نه مسلمانه نه قرآنیه، اینو اخراجش کنید، این یهودیه. من برای این که میگه خدا دروغ گفته، اصلا موضوع این نیست که خدا راست گفته یا دروغ گفته.
موضوع راست و دروغ در اینجا مربوط به پرتغال نمیشه، مربوط به ماهی نمیشه، مربوط به یونس هم نمیشه. شرح احوال ما رو داره قرآن میده. برای کسانی که ایمان دارن اصلا طرح نمی کنن که چرا این مثال ها رو زده. دنبال عینیت و انسجام مثال نمیرن اونهایی که ایمان دارند. میفهمند که این مثال ها به چه منظوری گفته شده، بدون اینکه خدا رو دروغگو بنامند. و اما الذین کفروا، و اما برای کسانی که کفر میورزند، برای اونها این سؤال رو مطرح میکنند: مازا اراد الله و هازا مثلا، که مقصود خدا چیست؟ چی در سر داشته خدا با این دروغ هایی که سر هم میکنه؟ معنیش این میشه دیگه، با این مثال هایی که میزنه، با این حرف هایی که میزنه چی میخواد بگه خدا؟ چرا این حرف ها رو میزنه؟ در واقع اعتراض داره میکنه دیگه. مازا اراد الله و بهازا مثلا، و اما الذین کفروا فیقولون مازا اراد الله و بهازا مثلا یزل بهی به ضلالت و به گمراهی میافتند کثیری، تعداد زیادی از افراد، بهی به وسیله آن، به وسیله آن، به وسیله آن، یزلو به ضلالت و گمراهی فرو می افکنده شدند، به ضلالت می افتند، در ضلالت و در گمراهی سقوط می کنند، عده کثیری بهی به وسیله قرآن، به وسیله قرآن، نه به وسیله شیطان، به وسیله قرآن، گروه کثیری به گمراهی می افتند. یعنی راهشون رو گم می کنند، بیراه نمی شنند. بیراه با گمراه فرق می کنه. بیراه شرف داره به گمراه. گم شده. گمراه اون معنی رو نمیده. اون بیراهه که اشتباهاً به فارسی ممکنه گمراه میگن. اشتباه هم میگن. اصلا این لغت باید عوض شه. بیراه میشه. ما میگیم اشتباهی گمراه میشه. اون گمراهی رو که ما در اصطلاح به کار میبریم بیراهه. یعنی راهش رو گم کرده. این راهش رو گم نکرده. داره اون راه قدم بر میداره. چرا هی گم کرده؟ این لغت گمراه رو باید برداریم. ما یک بیراه داریم، یک رهدار داریم که راه داره، راهش رو داره، داره حرکت میکنه. یک راهدار داریم که راهش راه اشتباهه، راه خطاست. راه گمگشتگی رو داره طی میکنه، راهش رو گم نکرده. راه هدایت رو ممکنه گم کرده باشه، ولی بیراه نیست، راه داره، داره به یک جهتی حرکت میکنه، به جهت دوری از خدا و نزدیکی به شیطان.
کسانی که ایمان دارند راهشون رو گم نمی کنند و مسیر صحیح رو طی می کنند و از این مثال ها استنتاج مثال می کنند و می فکر می کنند که این مثال چی داره میگه. با قالب مثال کاری ندارن، با ظرف مثالی کاری ندارن، به مظروف مثال نگاه می کنند و با مظروف مثال حرکت می کنند. اما کسانی که کفر می ورزند، اونها بیادبانه و با قصد توهین و استهزا و تمسخر پوزخند می زنند به خدا، که این خدا هدفش از این چرت و پرتا چیه؟ این حرفای بی مورد و بی معنیه، غیر ممکنه، اوهام و خرافات، این معنیشه. این حرفا چیه میزنه خدا؟ میگوید با همین آیات و با همین قرآن، بهی یعنی به واسطه همین قرآن، نه کتاب دیگه، برای بار هزارم، نه کتاب دیگه، به واسطه همین قرآن گروه کثیری گمراه میشن. پس که شما گروه کثیری از مردم رو که میبینید گمراه شدن، چه کسی اینها رو گمراه کرده؟ قرآن. در چه مقامی قرآن اینها رو گمراه کرده؟ این سوال هست. آیا قرآن در مقام جبر قهری اینها رو گمراه کرده؟ یا در مقام جبر اکتسابی اینها رو گمراه کرده؟ آیا قرآن ابتدا به ساکن در مقام قهریتی که در جبر قرار داره، یعنی جبران و قهران موجب گمراهی این افراد شده قرآن، یعنی قرآن اینها رو گمراه کرده یا اینها از قرآن گمراه شدند، و آیا اینها از اتکای به قرآن گمراه شدند یا اینها از تکفیر قرآن گمراه شدند؟ یعنی تکفیر قرآن یک فعل ارادی است، یک اختیار است که شما با اختیاری که خدا به شما داده می توانید که حقیقت رو بگویید و یا اینکه حقیقت رو کتمان کنید، تکفیر کنید، بپوشانید حقیقت رو. حالا در مورد کسانی که با فعل اختیاری و با اراده‌ای که دارند، با اختیاری که دارند، قرآن رو تکفیر می کنند، یعنی مثال‌های قرآن رو در مظروف نگاه نمی کنند و در مظروف تکذیب می کنند، در ظرف قبول می کنند. مظروف رو کتمان می کنند و انکار می کنند و این کار رو با اراده و اختیار انجام می دن. قرآن می گوید کسانی که به این شکل قرآن رو تکفیر می کنند با فعل ارادی و اختیاری، بازتاب و دستاورد و انعکاس جبری این فعل ارادی اونها اکتساب گمراهی است، یعنی گمراهی رو اکتساب می کنند جبران از یک فعلی که اختیاراً انجام دادند. بنابراین گمراهی درست است که به عنوان یک جبری که
اکتساب شده توسط نیروی اختیار ارادی اینها، یعنی یک رابطه علت و معلول رو خودش به وجود آورده، علت رو ساخته، معلول به وجود آمده، اختیار رو انجام داده، اکتساب ناشی از اون اختیار به وجود آمده. اما عامل ایجادش چیه؟ قرآن. این گونه استفاده از قرآن، این خاصیت انحرافی قرآن رو تحریک و زنده می کنه. یعنی شخص می تواند طبق قانون خدا از کتاب هدایت کتاب ضلالت بسازد و می سازد و گمراه می شود. برای گمراهی دنبال کتاب غیر از قرآن نگردید. قرآن رو تکفیر کنید، همین قرآن باعث گمراهی شما میشه. راه دورم لازم نیست برید. شما اگر به این مفاهیم تا اینجا دقت کرده باشید، پاسخ سوالات مکرر و مفصل خودتون رو میگیرید که چرا انسان‌ها در برابر قرآن، با مطالعه قرآن، با خواندن قرآن، با ادعای باور به قرآن، چرا افراد در کنار قرآن، با خواندن قرآن، با خواندن نماز، با خواندن روزه، حج، مج، همه اینا چرا گمراه میشن؟ و این همه انسان گمراه، یکی قرآن هم دستشونه، چرا گمراه شدن؟ اینها که کتاب شیطان رو دستشون نگرفتن که شیطانی شدن، کتاب خدا رو دستشون گرفتن، اما همین کتاب خدا اونها رو به طرف شیطان هدایت میکنه. اگر قرآن رو تکفیر کنند، اگر که مفاهیم قرآن رو وارونه نشان بدهند و از نظر مکانیکی اگر بخواهیم که پروسه این کار رو بررسی بکنیم، کسانی که متشابهات قرآن رو به جای محکم قرار میدن، متشابه قرآن حکم نیست، متشابه قرآن میتواند با عقل بشری و با نیروی تحلیل و تعقل بیامیزد و جنبه مثالی اون موجب بروز و استخراج قانون و حکم از اون متشابه بشود و خود متشابه به عنوان یک لایه خارجی، به عنوان یک قالب کنار برود. مولوی میگوید که مثالهای قرآن مثل کوزه آب است که تو وقتی در صحرا سفر میکنی، برای اینکه از تشنگی نمیری، یک کوزه‌ای باید همراه خودت ببری. تو این کوزه هم یک مقدار قلیلی به اندازه‌ای که از تشنگی نمیری برای مثلا مسافرت یک روز آب هست که شما حمال اون آب هستی برای اینکه جانت حفظ بشه. اما وقتی که به کنار رودخانه رسیدی، به کنار دریا رسیدی، به کنار آب رسیدی، در اون غزل معروف این کیستین، این کیستین، این یوسف ثانیستین، اون غزل در اون اثر میگوید الان که رسیدی به این آب، بر سنگ زن اینک سبو، این کوزه رو بزن به سنگ بشکن، این کوزه رو دیگه لازم نداری. تو الان رسیدی به دریا، آب برای چی ذخیره میکنی؟ این کوزه به چه درد میخوره الان؟ حالا اگر یه کسی تعصب به خرج بده، بگه الا لله، من همین کوزه آب رو دستم میگیرم، هر وقتم تشنم شد در کنار آب زلال ایستادم، اون آبو نمیخورم، آب کوزه رو میخورم، اینم منطق منه، لجبازم دیگه، میخوام این کارو بکنم. من دینم دین کوزه است، دین دریا نیست. چیزی که بسیار خطیر است در اینجا و خطرناک
و مهلک هلاک کننده است. این است که وسیله یک وسیله مشترک، یعنی یک شمشیر دو پهلو و دو بر هست. شمشیری است که هر طرفش میبره. معمولا شمشیرهایی که شمشیر عرب اینطور بوده که دو بر بوده و اینها، و شاید شمشیرهای بقیه جاها مثلا یک طرفش میبره، یک طرفش نمیبره. آیه های قرآن شمشیر دو بره. اگر درست استفاده کنی هدایت میشی، اما اگر که با اینها به شوخی و استهزا و جدال و بی حرمتی بر بیای، همون آیه من رو میفرسته به جهنم، همون آیه من رو میفرسته به شیطان، و همون آیه من رو در مسیر وصال شیطان قرار میده. و این تصور رو هم دارم که دارم به طرف خدا میرم، انقدر میرم تا صورت شیطان رو ببینم، بفهمم که این راه رو خطا و خلاف پیمودم. باز هم تکرار میکنم که شما عامل مشترک رو در نظر میگیرید، همه خطر در اینجاست. اگه دو تا عامل داشتیم، قرآن هدایت میکرد، یه کتاب دیگه هم بود به کتاب برقان مثلا، که اون کتاب مورد موجب ظلمت میشد، ما راحت بودیم دیگه، کتابو میخوندیم میدیم کتاب برقانه، میفهمیدیم گمراه کنندت، اون کتاب شیطانه، نمیرفتیم طرفش. اما حکمت الهی بر این است که هر دو کتاب در یک کتاب جمعه، بر اساس اختیاری که به تو داده شده، اکتساب تو ممکن است که این یا آن باشد. امیدوارم که این قسمت مفهوم شده باشد. پس به این کتاب به هازا مثلا، به این مثال ها، به این متشابهات، یزل بهی کثیرن، تعداد بیشماری به گمراهی می افتند به وسیله قرآن، وسیله قرآن، و یهدی بهی کثیرا، و تعداد بیشماری هم به وسیله همین قرآن هدایت می شوند. و ما یزل بهی، و هیچ کس گمراه نمی شود، بیراه نمی شود، از مسیر منحرف نمی شود و به راه مغایر و مخالف و به راه متناقض استوار و رهسپار نمی شود، الا الفاسقین، فقط کسانی که فاسق هستند به وسیله این کتاب منحرف می شوند. بعد تعریف می کند که عرض می کنم کسانی که فاسق هستند چه کسانی هستند، و چندین بار برای شما خوانده شده، وقت رو برای این کار نمیگیرم. در تعریف فاسق به آیه های 27، 28 و 29 سوره دوم مراجعه بکنید، تعریف کامل فاسق رو در اونجا بیان میکنه. موضوع متشابه در قرآن به این لحاظ از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، یعنی موضوع مرگ و زندگی است، موضوع هدایت و موضوع انحراف، موضوع راه شیطان و راه خداست، که در واقع کتاب واحدی هم دارند. این خطر هولناک که کتاب راه شیطان و کتاب راه یزدان، الله،
رب یک کتاب واحده و بر حسب اختیاری که به شما داده شده و نحوه استفاده از این کتاب، نحوه استفاده از این کتاب که در اختیار توست، می تواند که در انعکاس این عمل اختیاری، در اکتسابی که به دست میاری که جبر اکتسابی حاکم هست بر دستاورد تو، بر اکتساب تو، می تواند که اکتساب تو تقریر و استقرار در راهی باشد که به سوی خدا می رود یا استقرار در راهی باشد که به سوی شیطان می رود. به این لحاظ اگر ما دقایقی مصرف کردیم که اهمیت و خطر این کار رو از قرآن تذکار بدهیم، عمری می تواند که شما و من رو نجات بده. بار دیگر که به این قرآن نگاه می کنید، ببینید با چه لباسی به قرآن نگاه می کنید. آیا در مقامی هستید که متشابهات قرآن رو محکمات تلقی می کنید؟ چون محکمات قرآن تمثیلی نیستند، همان است که می گوید، حکم رو داره بیان می کنه، تمثیل و تشبیه درش نیست، عین حکم است. اما متشابه وقتی میگوید، در هر زمان و در هر مکان از متشابه به عنوان مبنا و پایه عقلانی و فکری برای ایجاد و استخراج و تولید حکم استفاده میکند. در واقع مثال‌های قرآن در قالب متشابهات به اموری اشاره می‌کند که درک آن امور بدون ذکر تمثیل و تشبیه غیر ممکن است و برای تشبیه اثر و رابطه اثر با مؤثر اقدام به نقل داستان و شبیه سازی و مثال زدن می کند. مثال های قرآن رو نباید مستقیما مورد اتکای حکمی قرار داد. مثلا وقتی قرآن می گوید که یونس به شکم ماهی رفت و در اون تاریکی و در جایی که بر افق مرگ رسیده و یک نیم نفس دیگر بگذرد از این دنیا می رود، هلاک می شود، در اونجا کاری انجام می دهد که موجب نجات او می شود. حالا ما می خواهیم یک حکم معنوی روی این داستان بسازیم. حالا اگر پیله کنیم، حالا فیسبوک و تمام وسایل استفاده بکنیم، طرف بندی بکنیم، حزب درست کردن بکنیم و کار رو به خصومت و مسائل فردی و برخوردهای تنفرآور بکنیم، پیله می کنیم، رها هم نمی کنیم الا لله که این یونس رفته تو شکم ماهی، درست پرتقال فروش رو رها نمی کنیم، این پرتقال فروش فارس بود، ترک بود، به چه زبانی صحبت میکرد، زن و بچه داشت، نداشت، زن و بچهش هم همراهش بودن وقتی پرتغال میخواد، ولکن نیستیم دیگه. اما اگر بخواهیم که هدایت بشویم، قرآن میگوید اونها رو رها کن، تو بلد هستی 10 روز در 1 کنی یا بلد نیستی؟ پرتغال رو رها کن، پرتغال رو رها کن، 10 روز در 1 بلدی انجام بدی یا نه؟ باز تفره میره، چون بلد نیست، نمیخوادم یاد بگیری، باز میگه پرتغال فروش ترک بود یا فارس بود. قرآن میگوید چنین نکن، گمراه میشی، اول فاسق میشی، خبر بد دوم،
و بعد از فاسق شدن گمراه میشی. یعنی دروازه گمراهی فسقه و این کاری که تو داری میکنی به طرف اون دروازه داری میری. اول جواز میگیری که این آقا و این خانم فاسق است، بعد وارد راه شیطان میشی. بازم بکن یونس رو تو شکم ماهی بلکن هم نباش. 5-6 نفرم دور خودت جمع بکن، قرآن رو به بازی و مسخره بگیرید دست جمعی. متشابهات در قرآن مقام خطیری در آموزش دارد و بایستی که از اون استخراج حکم کرد، نه اینکه خود متشابه رو در جای حکم قرار داد. این همون چیزی است که به گفته قرآن موجب گمراهی ما می شود. در این بیان امیدوارم که تا حدودی این موضوع مورد نظر قرار گرفته باشد. فقط قبل از اینکه به سوره آل عمران بپردازم، نگاه کوتاهی میکنم ببینم که استنباط شما عزیزان از این مطالبی که گفته شد چگونه است. خب جناب امینی، جناب جلیلی، فریده علی پدر، کریمی فضیلت، عطایی، پرتو، نبی پور. خب اوست این که کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی این رو الان مورد مبحث هست که دستور جلسه هست که همکنون این رو خواهم خوند. به جناب فی سعید در مقام جبر اکتسابی و به اختیار خود گمراه می شوند. به طور مثال آیات متشابه را این متشابه تعبیر می کنند و عمل می کنند. جناب نبی پور، گروه کثیری از مردم که متشابهات را به جای محکمات می گیرند و گمراه می شوند و به ضلالت می افتند. خانم آسی، با کفرگویی به طریق جبر اکتساب بیراه می روند. جناب علیزاده، این افراد از جبر اکتسابی به گمراهی می افتند که آن انتخاب اختیاری کفر کردن حقیقت قرآن است. همین گونه است. در پاسخ به فریده علی، جناب عظیم رسولی می گویند که فریده جان، اگر تو جمعه قرآن میخواهی گوش بدهی، بفرمایید ترجمه استاد عقیل هاشمی را گوش بده که در رگ و خونت جا بگیرد. یک بار امتحان کن، ضرر ندارد. بسیار ممنونم از جناب عظیم رسولی. خب جناب حمید پوپل، بهشت اگرچه پر آسایش است و ناز و نعم، جزای متاع نیابی که خود فرستادی. جناب غفاری، کسانی که تقوا دارند هدایت می شوند. انسان در روز قیامت باید پاسخ دهد با وجود اختیار و امکان و استعداد و عقل و کتابت دادم چه کار کردی. همه اینها تعهدات خدا هستند. کسانی که تقوا ندارند فاسق هستند. جناب نفیسه فروغ حضور دارند. جناب علیزاده این برنامه رو با دیگران شیر کردند.
و بعد هم قسمت حمایت و تقاضای کمک از کسانی است که مایل به این کار هستند. میپردازیم به آیه شماره 6 از سوره سوم، سوره آل عمران. قبل از اون صدا رو تنظیم بکنیم برای دوستان عزیزی که صداها تداخل نکند. بسیار خوب، و ببینیم که قاری ما چگونه میخواند و آیه 6 سوره 3. هو الذی، اوست کسی که، یصوروکم، تصویر میکند، فی، در، الارحام، در رحم ها، کیف، چگونه، یشاء، آنگونه، به کیفیتی که او میخواهد، یا قانون او حاکم است، یا روش قانونی او در خلقت ایجاب میکند، یا امر کل او شامل میشود، یا در تبعیت تقدیر او قرار میگیرد، یا عرش او بر وجود آن حاکم می شود. لا اله الا، نیست معبودی به جز یا مگر، هو، هم او، الله، العزیز، که صاحب عزت و بخشنده عزت است، الحکیم، و صاحب حکمت و بخشنده حکمت است. در این قسمت در جلسات گذشته به سرعت، چون فرصت نبود، درباره استنباط از کلمه، از لغت تصویر، مطالبی رو فهرستوار عرض کردم. و امروز سوال من از شما این است که خداوند در ارحام، در رحمها تصویر می کند، یعنی چه می کند؟ اگر که در این مورد حال و هوایی دارید، یک قدری بذل عنایت بکنید. بیشتر میخوام بدانم که دو بار در این مورد در 3 روز گذشته یا 2 روز گذشته فهرستوار توضیح سریع داده شده و رد شدیم. میخواهم بدانم که در شما سروران ارشمند چه مقدار در حافظه شما باقی مانده، یا چه مقدار در مخیله شما تجزیه و تحلیل شده این توضیحاتی که درباره تصویر و صورتگری در واقع انجام شده. یعنی تصویر کرده خدا در رحم ها، در بچه‌دان جنین رو تصویر میکنه. تصویر یعنی چه میکنه؟ از کجا شروع میکنه؟ چی رو تصویر میکنه؟ معنی تصویر رو میخوایم که در بعد قرآن متوجه بشیم و ببینیم که وقتی میخوایم دفعه دیگه مجسم بکنیم که خدا تصویر میکنه، تصویر یعنی یه چیزی رو کشیدن،
یک نقش آفرینی. این نقشی رو که خدا می آفرینه، نقشی رو که خدا ایجاد میکنه، یعنی چه میکنه؟ همینطور میخوام ذهنیتتون رو بیارید رو کاغذ، بیارید روی نوشته، بیارید رو قلم و نترسید از این کار، رها کنید، دریچه ذهنتون رو باز کنید، بذارید هرچی هست بیاد بیرون. اون چیزی که ما میسازیم، خیاطی میکنیم، سر و تهش رو میزنیم و اتو میکنیم، تمیز میکنیم، میدیم بیرون، معمولا اون رابطه برقرار نمیکنه، به خاطر اینکه یک چیزی است که پنهان در چیز دیگری است. پنهانش نکنید. پیشنهاد من این است که بگذارید به صورت خام ذهنیت شما تراوش کنه بیرون، چون از محل اصلی برمیخیزه. اگر همه همین کار رو بکنیم، ذهنیت‌های خام بهتر همدیگر رو میشناسند و در کل ما باز یک ذهنیت واحدی که در تعدیل این عقاید برمیاد بیشتر به نتیجه و به عمق قرآن رسوخ میکنیم. اگر اون ذهنیت‌ها روتوش نشده باشه، بی پیرایه باشه و بی حجاب، بدید به بازار اونها رو عرضه کنید و خودتون و دیگران در واقع این رو در یک منبع مشترکی بریزید، استنباط‌ها رو، و بگذارید که تعدیل و ترکیب بشه. بسیار سودمند خواهد بود. باز میکنیم قسمت مکاتبات رو که نگاه بکنیم به اظهار نظرهای شما و ببینیم که چه گفته اید و چه برداشتی از قرآن کرده اید. در ایمیل من 6 ایمیل وارد شده که اعتراض کردن به صحبتی که بیننده محترمی با خانم فریده علی پیغام فرستادن و گفتند که از نظر ادب و رعایت سنت احترام متقابل در یک برنامه‌ای که ترجمه و تعلیم قرآن می‌دهند، وقتی یک آدمی اظهار نظر می‌کند که در ملأ عام که خانم فریده علی شما برای اینکه قرآن رو یاد بگیرید به ترجمه دیگری غیر از این برنامه توجه کنید که بسیار خوب است و مفید است و هرچه است، از نقطه من اعتراضی ندارم، من دارم ایمیل رو میخوانم که نخواستن که حالا روی عرض میکنم که فیسبوک جواب بدن و اعتراض کردن تعدادی از بینندگان که این شرط ادب و عدالت نیست و در واقع نوعی انحراف و خرابکاری است که یک کسی در یک برنامه‌ای که داره تعلیم قرآن میده به یکی از شنوندگان یا بینندگانی که مشغول گوش دادن به تعبیر و تشریح قرآن هست سفارش کنه که از اینجا بیا بیرون و برو برای یک بار هم که شده به برنامه ترجمه شخص دیگری توجه کن تا بفهم ترجمه صحیح یعنی چی، تا بفهمی اصلا قرآن یعنی چی، ترجمه یعنی چی. یعنی اینجایی که تو داری گوش میدی اینها همه اشتباه میکنن، اینها هیچ کدام قرآن نمیفهمن، عوضی میگوین، و تو برای اینکه قرآن رو بفهمی برو در فلانجا. یعنی در واقع یک بیننده‌ای رو که داره به قرآن گوش میده گوشش رو بگیرن از سر کلاس ببرن یک جای دیگه که قرآنش بهتره. بد نیست که حالا ادب حکم میکنه که شما این کار رو که میخواستید بکنید به مسنجر خانم فریده علی لااقل این کار رو انجام میدادید، مگر اینکه روی سخن شما با همه بینندگان فیسبوک باشه. یعنی دارید اون پیام رو به همه کسانی که فیسبوک رو میبینند
و این برنامه رو نگاه میکنن، به اونها دارید میگید این یک برنامه بیارزشیه، مؤدبانه منتها و موزیانه. بروید شما یک جای دیگه ای که قرآن بفهمید که ترجمه یعنی چی. از شما به عنوان یک کسی که از اون کلاس یاد گرفتید این عدالت رو، از همون کلاس قرآنی که تبلیغ میکنید براش در این برنامه، این عدالت قرآنی است که شما فرا گرفتید، پاسخش رو خودتون به خدا بدید، به ما نمیخواد بدید. امیدوارم اون چند نفری که در ایمیل گله کردن که من چرا ساکت هستم، اونها هم راضی باشن که پاسخ خودشون رو گرفته باشن. خب، مطلب خانم آسی رو خواندیم. جناب عظیم رسولی رو خوانده بودم که فرید جان، اگر تو جمعه قرآن میخواهی گوش بدی، بفرمایید ترجمه استاد عقیل هاشمی را گوش بده که در رگ و خونت جا بگیرد. یک بار امتحان کن، ضرر ندارد. و خود شما که اون ترجمه در رگ و جانتون خو گرفته، عاملی شدید که در یک برنامه شرکت میکنید و به 50,000 نفر آدم دارید میگویید که این کسی که قرآن رو برای شما ترجمه میکنه، ترجمهش به درد نمیخوره. اگر میخواهید که در رگ و جانتون قرآن برود، به ترجمه آقای هاشمی مراجعه بکنید. مراجعه بکنید البته، ولی میخوام بگم که همین رو آموختید شما از آقای هاشمی، همین عدالت رو آموختید از قرآن ایشان. فکر کنید، قدری فکر کنید. خب، جناب پوپل عزیز رو مطلبشون رو خواندم. جناب عبدالله میگویند فکر میکنم که اینها با اراده خودشان قرآن رو تکفیر میکنند و متشابهات قرآن را برای جلوگیری از اعمال نامطلوبشان استفاده نمی کنند و متشابهات قرآن را حکم قرآنی می پندارند. جناب مسعود غفاری رو خواندم، جناب نفیسه فروغ رو حضورشون سلام دارم، همینطور خدمت جناب علیزاده. میرسیم به جناب برکی. آیات متشابه و محکم به دانه های پسته میماند که مغز در داخل پوست جا به جا شده است. اگر کسی خوردن پسته را نداند، پسته را با پوست در دهان می اندازد که بر اثر جویدن شاید دندانش بشکند. و کسانی که خوردن پسته را می دانند، آن را پوست می کنند، می کنند و مصرف میکنند و از آن مستفیض میشوند. مثال بسیار بسیار ساده و مؤثری است. جناب علیزاده، بر اساس قانون خدا ترکیب ژن‌های پدر مادر نقش آفرینی مینمایند. جناب بهزاد، تصویر در رحم عبارت از شکل موجود آینده است. جناب فریده علی، ژن انسان را خلق می کند یا می آفریند. خانم آقاسی، قدر و خاصیت و استعداد هر قسمت را به جنین می دهد. همه فرمایشات همه شما درسته، اینها را باید پشت سر هم قرار داد، یک مقاله کامل میشه. جناب بصیر عطایی، خلق قدر دی ان ای انسان رو تصویر میگویند. جناب حفیظ، انسان در رحم مطابق به امر کل خلق میشود. آفرین بر همه شما. جناب فی سعید، من فکر میکنم که این همان عقیل هاشمی باشد
که جنگ شیعه و سنی را از طریق برنامه های خود دامن میزند. به هر حال بگذاریم از ایشان و وقت رو مصروف کار مهمتری بکنیم. تصور من این است که برای اینکه تصویر بکشد خدا، یعنی این آدم رو میخواد درست کنه دیگه، با تصویر کشیدن یعنی نقشه این آدم رو ترسیم کنه. یعنی شما یک ساختمانی میخواید بسازید، معمار این ساختمان رو اول دفعه تصویر میکنه برای مشتری که میخواد خانه بخره یا بسازه یا هرچی، اول با یک مداد اسکچ میگن، خودشون نمیدونم چی میگن، یه چند تا خط خطی میکنه، میگه اینو میخوای دیگه، یه خونه ای میخوای که دو طبقه باشه، اتاقش اینجا باشه، نمیدونم سالنش اونور باشه، یک طرحی راجع به این خانه، شکل این خانه رو نشان میده بدون اینکه هنوز کار آرشیتکتیش رو شروع کرده باشه. وقتی که اون کلیات رو پذیرفت، بعدن کاغذ میذاره و خطکش میذاره و دفتر و دستک میذاره و یک مرتبه میبینید که برای همون خانه‌ای که با مداد 4 تا خط کشیده بود 50 تا نقشه باید بکشه. بعد میده به مهندس ساختمان، بعد مهندس ساختمان محاسباتش رو انجام میده، بعد میدن به مهندس زمینشناس، زمین رو تجزیه میکنه، خاکشناسی میکنه، بعد میدن به مهندسی که کارش غیر از در نظر گرفتن نوع خاک، شیب زمین رو اندازه میگیره، یا همون مهندس جیومتری که میکنه و جیولوژی که میکنه، زمین شناسی میکنه، نوع خاک رو تشخیص میده. چندین مهندس با هم کار میکنن، بعد مهندس مکانیک میاد، مهندس برق میاد، نمیدونم کسی که تکنسیان لوله کشی هست میاد، آبش رو، برقش رو، چه نقشه های زیادی میکشن که این ساختمان رو بسازن. ممکنه که مثلا هر رشته ای برای خودش چندین نقشه داشته باشه که این خانه چقدر بزرگه، چقدر حرارت میخواد، چقدر سرما میخواد، چقدر انرژی میخواد، چند آمپر برق میخواد، چند ولت میخواد، چه میخواد. مجموع این کارها میشه نقشه ساختمانی ساختن این پدیده. انسان رو خدا در رحم مادر نمیسازه، انسان رو خدا از اون سرشت واحد میسازه، یعنی نقشه های اصلی ساختمان انسان در اون سرشت واحده، در اون خمیر مایه است که همه ما نانهایی هستیم که از اون خمیر پخته شدیم. اونجا هست که همه ما یکی هستیم و همه ما به این خاطر از یک قالب مشترک ساخته شدیم. از اون خمیر مایه و اون سرشت واحد امروز با چشم میبینیم که همه خاکی است که روش راه میریم. یعنی همه ما از واسطه ها که عبور بکنیم نهایت امر میرسیم به این خمیر مایه واحد، به این خاکی که پا میگذاریم روی اون خاک و رد میشیم. ما از این خاک به وجود آمدیم دیگه. یک دوستی میگفت این سرشت واحد که خدا در قرآن به غلط اشاره میکنه که معلوم نیست این سرشت واحد کجاست، شما میدونین آقا سرشت واحد کجاست؟ گفتم در صورت و معنیت زمانی بنگر، به این زمین نگاه بکن، ای به آسمان نگاه میکنی دنبال سرشت واحد هستی، سرشت واحدت همین خاک کره زمینه، مگه این واحد نیست؟ گفت چرا، من تا حالا فکر نکرده بودم. گفتم حالا یک قدم به قرآن نزدیکتر شدی. اینها قبلا فکر میکردی خدا شوخی میکنه، دنبالش کجا میگشتی؟ تو آسمان ها میگشتی؟ آقا سرشت واحد یعنی چی؟ فلسی واحد یعنی همین گلی که روش راه میری.
مگه تو این گر نیستی؟ چی هستی اگر این گر نیستی؟ حالا وقتی که قرآن راجع به تصویر صحبت میکنه، راجع به نقشه کل ساختمان بشر صحبت میکنه، نیست؟ این نقشه کجاست؟ عرض کردم که به نظر میاد که شاید مقالات مختلفی رو که من در اینجا خواندم، خود من سواد اون کارها رو ندارم، ولی دو سه تا مقاله میخواندم بین هفت تا ده نمیدونم هزار یا میلیون، هزار بود مثل این که هزار تریلیون نقشه لازمه حداقل برای ساختمان انسان. هر تریلیونی به نظرم یک میلیون در یک میلیون میشه یک تریلیون، یک میلیون ضرب در یک میلیون میشه یک تریلیون. به نظرم که تریلیون یک دوازده تا صفر داشته باشه، وقتی ضرب در هزار بکنید 15 تا صفر پیدا میکنه، یک 15 تا صفر جلوش بگذارید، این تعداد تصویرهایی است که تعداد نقشه هایی است که باید کشیده بشه هر چقدر که میشه. یک با 15 تا صفر جلوش، این حداقل نقشه هایی است که برای ساختن انسان لازمه. البته گفته می شود که معادل همین مقدار نقشه برای ادامه حیات این خانه لازمه، چون عوامل مختلفی در اینجا کار می کنند. شما ملاحظه بکنید وقتی تو دهن آدم 7 میلیون تا 10 میلیون باکتری زندگی می کنه تو دهن آدم، بقیه اندام آدم چند تا از این موجودات ذره‌ای درش هستن؟ چند میلیارد، چند تریلیون، و هر کدام از اینها یک کنتور زمان روشه. یعنی کوچکترین ذره‌ای که در وجود ما زندگی میکنه یک باکتری، این یک عمری داره که بدون اینکه بیمار بشه، بدون اینکه آنتی بیوتیک بهش بدن، بدون اینکه بکشن او رو، خودش پیر میشه، میمیره. و هر کدام از این باکتری ها عمرش با باکتری دیگه تفاوت میکنه. مثلا سلول مغز کمی میمیره یا تعداد کمتری از اون میمیرن و عمرش طولانیه، ولی اون مولکولی که در روده زندگی میکنه اون عمرش خیلی کوتاه‌تره. میخوام عرض بکنم که به تعداد تریلیون ها باکتری که در وجود انسان زندگی میکنن، هر کدام اینها، تک تک اینها یک تقویم همراهشونه و عمرشون با اون تقویم اندازه گیری میشه. یعنی عامل زمان در تکامل و در تحول ذراتی که ما رو تشکیل میدن حاکمیت داره. خود اون ببینید چند تا نقشه میخواد، چند تا ساعت میخواد، چند تا فرمانده میخواد، چند تا شعور میخواد که عمر این مواد ذره‌ای رو که در ما زندگی میکنن اندازه گیری بکنه، و چقدر نقشه میخواد که عمر این سلول، عمر این واحد که تمام میشه، نمیمیره که از بین بره دیگه، بدن بدون سلول نمیمونه که. وقتی که این داره میمیره، یک سلول دیگه داره متولد میشه، اون سلولی هم که متولد میشه با تقویم متولد میشه. یعنی هر دوی اینها تابع زمان هستن. پس یک سری نقشه هم اون لازم داره، یک سری نقشه دیگه لازم هست که رابطه این سلولی که داره میمیره با تقویم زمانی
با سلولی که داره پا به هستی میگذاره با تقویم زمانی، یک تقویم سومی لازمه که رابطه اینها رو با هم تشخیص بده، که اون سلولی که داره متولد میشه به موقعی به رشد برسه که اون سلول مرده بیاد جای اونو بگیره. و بعد یک سری نقشه دیگه ای هست که اجساد این سلول هایی رو که مردن یا تبدیل به خوراک بکنه برای سلول های زنده، یا اگر قابل استفاده نیستن جمعشون کنه و به عنوان زباله و خاکروبه و فضولات از بدن اخراج بکنه، بیرون بکنه. میشه این رشته رو خیلی ادامه داد و تعداد نقشه هایی که برای ساختمان وجود انسان، برای تولیدش، برای تداومش و برای موتش، برای ایجادش، برای استمرار و ادامش و برای فوتش، چقدر نقشه لازمه. حالا فقط خواستم یک اشاره کوچکی بکنم. وقتی گفته میشه که شما مغزی داری که بعد از اینکه یاد میگیره حرف رو، چون آدم با گوشش، زمان آدم با گوشش کار میکنه، یعنی صداهایی رو که گوش میگیره میده به مغز آدم، مغز این صداها رو حفظ میکنه و منتقل میکنه به زبان، که زبان تقلید کنه صدایی رو که گوش به ذهن ما در مغز ما منعکس کرده. اعصاب گوش وقتی که فرکانس ها رو میگیرن، اینها رو منتقل میکنن به مغز، مغز اینها رو شناسایی میکنه، از این فرکانس ها مفهوم ایجاد میکنه، اون مفهوم رو تبدیل به فرکانس های جدید میکنه و اون فرکانس های جدید رو به زبان میفرسته، که زبان با حرکاتی که انجام میده اون صوتی رو که گوش شنیده تکرار بکنه و به این ترتیب انسان گویا میشه. یعنی تفاوت انسان با حیوان این هست که حیوان یک صدای طبیعی داره و زبان رو با گوشش یاد نمیگیره. حیوان زبان رو از اول داراست، بشر زبان نداره. اول بشر فرکانس ها رو در مغزش میگیره، مفهوم میکنه، مفهومات تبدیل به فرکانس میشن، به زبانش انتقال پیدا میکنه. برای همین آدمایی که کر هستن لال هم میشن، یعنی کسانی که کر به دنیا میان زبانشون هم لاله، چون زبان در آغاز نقشه سخن گفتن نداره، استعداد سخن گفتن داره. و بعد وقتی که این رابطه گوش و زبان از طریق خزانه های متفکر مغز انجام میشه، اون وقت ما زبانمون مفهوم ها رو با حرکات به وجود میاره و این حرکات رو به ذهنمون میده. یعنی زبان دو کار میکنه، هم فرکانس به بیرون میفرسته و این فرکانس هایی که به بیرون میفرسته در درون هم میفرسته. یعنی مغز ما وقتی من سخن میگویم هم از گوشم میشنوم سخن خودم رو، هم وقتی آرام حرف میزنم که گوشم نمیشنوه مغز من میشنوه. و گفته میشه که برای فهم یک لغت مغز ما 16 میلیون ترانزکشن داد و ستد انجام میده. تا مثلا من میگم که طبیعت، برای اینکه بفهمی طبیعت چیه 16 میلیون ترانزکشن و تعامل باید انجام بده تا مفهوم طبیعت در ذهن من متبلور بشه. از همه این توضیحاتی که میدم عذر میخوام اگه طولانی هم میشه، چون خیلی حیاتیست این موضوع، که ما متوجه بشیم که چقدر نقشه لازمه که ما بشیم و این کارخانه، این موتور روشن بشه. چند تا نقشه میخواد.
یک قسمتی که فهم مغز به فرکانس های صوتیه، یعنی چند میلیارد 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 بار این مغز ما باید ترانزکشن انجام بده، وقتی که هر لغتی رو 16 ترانزکشن باید انجام بده. اون وقت یک آدم پرچانه یا مثل من 6 ساعت که حرف میزنه، چقدر باید مغز من و مغز شما ترانزکشن انجام بده؟ آیا هر یک از این تعاملاتی که انجام میشه نباید یک نقشه داشته باشه، یا همینطور بدون نقشه حرکت میکنه؟ نمیدانم توانستم که ذهن شما رو نزدیک بکنم به تعداد حیرت آور نقشه هایی که موتور حیات جسمی بشر رو روشن میکنه. هنوز به قسمت معنویش نرسیدیم، به عقل نرسیدیم، به تفکر نرسیدیم، به اندام عجیبی نرسیدیم که ما در این وجود هم شاهد هستیم هم مشهود. هم شاهدیم، مشاهده میکنیم و هم مشاهده میشویم و هر دو در یک سر انجام میشود. هم شاهدیم هم مشهودیم. چند نقشه برای مشهود لازم است، چند نقشه برای شاهد لازم است؟ مجموع اینها رو قرآن در یک کلمه میگوید تصویر. همراهی کنید با من ببینیم که این عرایض من تا کجا جا افتاده، چون وقت رو هم باید رعایت بکنیم و میخواهم که از این مقوله بیرون بروم، ولی میخوام آزمایش بکنم و ببینم که شما عزیزان درباره مطالبی که به سمع مبارکتان رساندم و احتمالاً باعث خستگی و ملال شما هم شدم، ولی ببینم که شما از تصویر، همین تصویر رو گرفتید یا نه. خب، مطلب علیزاده رو خواندیم. بر اساس قانون خدا ترکیب ژن‌های پدر مادر نقش آفرینی می نماید. جناب بهزاد، تصویر در رحم عبارت از شکل موجود آینده است. فریده علی، ژن انسان را خلق می کند یا می آفریند. جناب مینو آقاسی، قدر و خاصیت و استعداد هر قسمت را به چنین می دهد. بصیر عطایی، خلق قدر دی ان ای اون رو تصویر می گوید. حفیظ، انسان در رحم مطابق به امر کل خلق می شود. فی سعید، من فکر کنم که این همان اینی که رد شدیم. ببخشید. جناب برکی، برای به تصویر کشیدن یک شیء قالب ضرورت دارد که مواد اولیه را در داخل آن داده شود تا مطابق قوانین موضوع در قالب رشد نماید و از آن تصویر مورد نظر به دست آید. مثال، برای ساختن یک ظرف چدنی در اول باید ظرف با قالب ساخته شود، بعد فلز مذاب در آن قالب ریخته می شود و در نتیجه ظرف مورد نظر حاصل می شود. موضوع قالب و به اصطلاح در زبان انگلیسی جناب برکی به این میگن پروتوتایپ، یعنی یک قالب می سازن، تو این قالب استفاده می کنن. مثلا اتومبیل می خوان بسازن، اول دفعه اجزای اتومبیل رو همونطور که نوشتید براش قالب درست می کنن
یه دفعه محصول میده بیرون، نگاه میکنن ایواشو میگیرن، بعد این قالب شروع میکنه که مرتب تولید میکنه میده بیرون، عین همین که تشریح فرمودید و تشریح بسیار مفهوم و ساده و مفید است. جناب پوپل می نویسند که دی ان ای رو تصویر می بخشد و همچون و هیچ دو دی ان ای، هیچ دو تصویر با هم کاملا یکسان نبوده و نخواهد بود. این است که هر کس در روز جزا منفردن مورد بازپرسی قرار می گیرد. آفرین بر شما. جناب بهار افغان، استاد عزیزم، سوال را دوستان جوابهای منطقی دادند و شما که ماشاءالله بسیار پذیرفتنی تشریح می کنید، ولی این خالق عجب ذوق زیبایی دارد و تصویرهای بسیار قشنگی ساخته است. جناب نبی پور مثل همیشه به طور کامل و زیبا معنی و مفهوم تصویر را بیان کردید. حافظ در مقابل حافظ، شاید که بین عرفا و متفکرین من هیچ کس رو ندیدم که به کوتاهی و به وسعت حافظ در این مورد اظهار نظر کرده باشد. در اون غزل معروفش که کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. در اون غزل میگوید که هر کونه کند فهمی زین کلک خیال انگیز، ببخشید میگویند که جناب تواب نور رو نخواندید. آفرین بر شما، ممنونم که بالاخره من پیرمرد رو نجات میدید. جناب تواب می نویسد که تصویر در ارحام را خود قرآن در سوره های مختلف شرح کرده. به طور مثال در سوره حج آمده آیه 5 به مراحل مختلف به وجود آمدن نطفه به تفصیل بیان شده. آفرین بر شما، زنده باشید جناب تواب، استفاده کردیم. حافظ در این مقابل این نقشه که قرار میگیره، بعد از اون که به خاطر حزینش اشاره میکنه و بعد میگوید که در کار گلاب و گل، ما گلابی هستیم که از گل میاییم، جنس ما گل هست، جنس ما خاکه، از خاک ما میاییم دیگه. حالا حافظ قشنگتر میگه که میگه جنس تو گل هست، اما تو گلاب هستی. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری من گوشه نشین باشد. وقتی که به این هستی نگاه میکنه، به آدم نگاه میکنه، به نقشه بشر در کائنات، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، انسان رو یک نقاشی میبینه، نقاشی خیلی توش نقطه زیاده دیگه، مجموعه این نقطه ها یک نقاشی رو تشکیل میده. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، این نقاشی، این بوم نقاشی که قلمی که روی این بوم میره قلم خیاله، برای اینکه هیچ قلمی کفایت نمیکنه که تعداد نقطه های این صفحه رو روی صفحه قرار بده، برای اینکه نزدیک به بی‌نهایته. این هست که قلم خیال این نقاشی رو کامل میکنه. حالا میگه این نقاشی رو که اون نقاش بزرگ کشیده، اون نقشبند بزرگ کشیده، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد.
که نقاشی ما نمیتونیم بکنیم، ولی نقاشی رو بفهم مقدن که چی کشیده شده. درسته که ما نمیتونیم نقاشی، میگه اما اگر کسی فهم نکنه از ما نمیخواد خدا که ما نقاش باشیم، فهم پیدا بکنیم به این پدیده. اون وقت ما اگر به این پدیده فهم کردیم، این رو نمیبریم تو زندان بهش تجاوز کنیم. اون وقت این کارخانه رو گردن نمیزنیم. اون وقت این کارخانه وقتی 6 ساله شد بهش تجاوز نمی کنیم. فهم می کنیم به این کلک خیال انگیز. اگر تصویر رو بفهمیم، همین یک لغت رو از قرآن بفهمیم، بقیهش رو هم نفهمیم. حمید پوپال تصویر در اینجا تزریق قانون عرش در نطفه است. چقدر زیبا، چقدر زیبا حمید عزیز. این همون چیزی است که حافظ میگه، ملاحظه میکنید قلم خیال رو، چون این چلک خیال انگیزه. آدم رو وارد پرواز تخیل میکنه در کنار تفکر. این پدیده وقت این کلام از دهن یک انسان بیرون میاد، ببینید چقدر زیبا گفته. مرحبا بر تو حمید عزیز. میگوید که مثل تزریق قانون عرش در نطفه. خیلی خیلی جالب، خیلی جالب. خب جناب علیزاده و مطابق قانون خدا، ژن بر اساس حافظه ژن پدر و مادر، خلق جدید و مؤثر از گذشته پدر و مادر ایجاد می‌گردد که این خود اکتساب جبر است بر انتخاب اختیاری پدر و مادر و پدرانشان، اجدادشان. در روز گذشته و روز قبل از آن من یک متنی رو که همینطوری به صورت خام تهیه کرده بودم، به نظرم آمد که برای تصویر کشیدن یک مشخصاتی این ساختمان باید پیدا بکنه دیگه. یعنی نقشه ساختمانی رو که ما میکشیم، این ساختمان، این خانه رو میخوایم بسازیم، یک اتاق مثلا خواب داره، نمیدونم اتاق مهمان داره، نمیدونم آشپزخانه داره، چی داره چی داره، فقط کسی که میخواد سفارش خانه بده به اون آرشیتکت میگه من یه خانه میخوام که این چیزها توش باشه. تصویر غیر از جنبه فنیش که حالا باید که اینها رو هر کدام رو بسازه، ولی نقشه کلی رو وقتی نگاه میکنیم، کلمه تفسیر به نظر من یک نقشه است که در اون نقشه شکل آدم رو نشان میده، اندازه آدم رو نشان میده، خاصیت آدم رو نشان میده، ماهیت رو نشان میده، طبیعت انسان رو نشان میده، امکانات انسان رو نشان میده، استعداد انسان رو نشان میده، ذهنیت انسان رو نشان میده، جنس انسان رو نشان میده، قدرت انسان رو نشان میده، نقاط ضعف انسان رو نشان میده، امکان انسان رو نشان میده، نیاز انسان رو نشون میده، اختیار انسان رو نشون میده، جبر حاکم بر انسان رو نشان میده، محدودیت های انسان رو نشان میده، کیفیت حیات انسان که چگونه حیاتی داره نشان میده، قدرت تولید انسان رو نشان میده، چگونگی دوام و بقای انسان رو نشان میده، چگونگی
هیئت و تشکل و ترکیب آدم رو نشان میده، چگونگی تحولات انسان رو نشان میده که این وجود، این کارخانه چطور متحول میشه و چطور متداوم میشه و چطور مستمر میشه. چقدر تحمل میکنه این کارخانه؟ چه نوع غریزه‌ای در این کارخانه قرار داده میشه؟ چه میزان و چه کیفیت و کمیتی در عاطفه در این کارخانه گذاشته میشه؟ چقدر حافظه در اینجا گذاشته میشه؟ چقدر قدرت وسیله سازی؟ میدونید ما انسان ها تنها موجودی هستیم که وسیله میسازیم برای کارهامون، ابزار درست میکنیم. فکر میکنم که خیلی انحصاری و اختصاصی باشه این کار. برای تصویر که میسازه، یک جایی هم برای تجربه آدم باید بسازه، یک جایی برای عبرت از اون تجربه باید بسازه. ما باید دارای قدرت پذیرش تربیت باشیم. ما بایستی که حالت ترس و فرار هم داشته باشیم، چون در این کارخانه ترس هم وجود داره، حالت فرار هم وجود داره. ما به خطر که میرسیم میترسیم، خطر رو میشناسیم، از خطر فرار میکنیم. ما پناهگاه و مأمن رو میشناسیم، به او پناه میبریم و در پناه و در امنیت قرار پیدا میکنیم. اینها همه باید در تصویر رعایت بشه. ما دارای احساس هستیم. حس غیر از احساسه. هم حس داریم ما و هم احساس داریم. حس در اینجاست، احساس در اینجاست. هم ریشه هستند ولی یکی نیستند. ما از حواسی که داریم، دریافت مخابراتی که می کنیم از این پنج حس، یک فهمی از این پنج حس می کنیم. اون هم باید در این کارخانه رعایت بشه. ما زمان و تاریخ می فهمیم. این فهم باید در اون تصویر نمایان باشه. ما قدرت تخیل داریم در کنار تفکر. ما قدرت تفکر داریم، ما قدرت تعقل داریم، ما نیروی تصور داریم. خود ما رسام هستیم. ما هر چیزی رو تصویر میکنیم و بعد مفهوم میشه. ما بدون اینکه چیزی رو تصویر کنیم قدرت فهم نداریم. یعنی اون کارخانه دار و اون کارخانه ساز این کارخانه رو اونچنان ساخته که فهم ما به موضوعات در گروه تصویرکشی ماست. یعنی ما اگر فهم و توان تصویرکشی نداشته باشیم، فهمی به موضوعات پیدا نمی کنیم. ما هر چیزی که می گوییم، الان من به شما می گویم که گاو، بلا فاصله شما یه گاو کشیدید تو ذهنتون. میگم اسب، اسب کشیدید. میگم اسب پردار، پر رو رفتید از یک فایل دیگه ی آوردید گذاشتید روی شانه اسب، اسب پردار درست کردید. یعنی فهم شما و من به موضوعات از طریق ترسیمه. بنابراین اون کارخانه ساز باید ترسیم بکنه. تصویری که میکشه، نقشه‌ای که تهیه میکنه، باید اینها رو هم درش رعایت کرده باشه. نیروی تعویض و نیروی تفکر، نیروی پیشبینی، چگونگی پیشگیری و چگونگی پرهیز، چگونگی یادآوری، چگونگی بهره‌وری از تجربه دیگران. یعنی خودمون رو جای دیگری بگذاریم، دیگری رو جای خودمون بگذاریم، از تجربه دیگری استفاده کنیم. هیچ موجودی از تجربه دیگر موجودات برخوردار نمی شود. این خودش یک خصیصه است که در انحصار بشره
در اون نقشه‌ای که خدا میکشه این رو هم باید رعایت کرده باشه و رعایت کرده. قدرت عبرت از تاریخ، یک وقتی ما عبرت از اعمال خودمون میگیریم، یک وقت از اعمال معاصرین میگیریم، یک وقت عبرت از تاریخ از گذشته ها میگیریم، چیزی که ندیدیم ولی تاریخ به ما منتقل کرده. خود اون یک خصیصه خاصی در ما باید باشه که ما این امکان و این توان رو داشته باشیم. از دیگر مشخصاتی که اون تصویر باید داشته باشه این است که به ما قدرت اندیشه و قدرت تعقل فراسوی ماده بدهد. یعنی ما دارای طبیعتی باشیم، دارای امکانی باشیم که بتوانیم هم به ماده فکر بکنیم، هم به نوعی از هستی فکر بکنیم که در تصور خودمون باور کنیم که این هستی است، که این هستی ماده درش نیست ولی هست. اون قدرت تصور و تعقل در مورد امور ماورا و طبیعه و غیر مادی خود اون هم یک نقشه ساختمانی در این تصویر داره. قدرت کشف و اکتشاف، قدرت اختراع، قدرت ترکیب، قدرت تلفیق، قدرت حیات اجتماعی و موجودیت در اجتماع و زندگی در جامعه و در واقع برقراری حس مسئولیت و حس حقانیت و بعد تبدیل و تبادل حق و مسئولیت، تحصیل معرفت، قدرت قیاس، قدرت انطباق، قدرت تعامل، قدرت تبادل، قدرت استتار و نهانسازی و پنهانکاری، قدرت دروغ گفتن. شما هیچ موجودی رو میتونید مجسم بکنید که دروغ بگه؟ توان غیبت کردن، توان اتهام، توان افترا، توان کفر، داشتن امید، داشتن آرزو، وجود عشق و وابستگی، سفر در تخیل به فراسوی ماده، موضوع علیت و ادراک علیت که هر علتی یک معلولی داره، هر اختیاری یک جبری همراهش داره، یک اکتسابی داره، قدرت منطق، قدرت استدلال و 20 مورد دیگه که حالا وقت رو اشغال میکنیم و فرصت هم نداریم. مجموعه اینها رو قلم خالق روی این بوم نقاشی یا روی این نقشه مهندسی قرار میده. یعنی همه این نقشه ها باید تهیه بشه و چیزی که در برنامه گذشته عرض کردم که حیرت آوره این است که این همه نقشه رو کجا میگذاره خدا؟ بایگانیش کجاست؟ چندین بار این سوال رو کردم به زبانهای نسبتاً پیچیده تر. امروز به فکرم رسید که لغتی که استفاده کنم خیلی ساده باشه. بایگانی این نقشه ها خیلی زیاد شد دیگه، نیست؟ هر کدوم از اینها تریلیون ها نقشه لازم داره، چون در وجود ما تریلیون ها باکتری و ذره زندگی میکنه و هر کدام از این ذره ها این تمام این نقشه ها رو باید داشته باشن و بعد نقشه های دیگری لازمه که رابطه بین این ذرات رو، شبکه هستیم دیگه ما، یعنی یک ذره در وجود ماست، حالا باکتری، اتم، سلول، الکترون، هرچی هست، این ذره، این ذره‌ای که در وجود ماست
این نقشه ها هم مال اون ذره است، هم یک سری نقشه لازمه که هر کدام از این ذرات وجود ما در سلسله اعصابی که ما داریم با بقیه ذرات در ارتباط شبکه‌ایه. یعنی من الان ضربه وارد میکنم روی این دستم، میفهمم که ضربه به دست من وارد شد. چگونه میفهمم؟ خب عرضه میکنم پروسه فهمیدن رو، اون خب از اعصاب سفر میکنه و چنین چنان میشه، اونها رو میفهمم. سوال این است که چقدر نقشه لازمه که رابطه بین این ذرات رو که به صورت شبکه‌ای اینها با هم در ارتباط هستند، چقدر نقشه لازمه؟ تغذیه آشپزخانه‌ای که خوراک باید بپزه و صدها تریلیون موجود زنده رو خوراک بده، اون چه نقشه‌ای هست؟ نقشه‌ای که فضولات این موجوداتی رو که در ما زندگی میکنن جمع میکنه و میبره بیرون. وقتی خوراک به اینها میرسه، اکسیژن به اینها میرسه، این اکسیژن در ریه ما چندین فعل و انفعال شیمیایی انجام میده و یکی از بزرگترین معجزات خلقت در ریه انسان انجام میشه. یعنی اونجایی که کربن و اکسیژن با همدیگه جاشون رو عوض میکنن و کربن خارج میشه، اکسیژن داخل میشه، محل ملاقات اکسیژن و کربن یکی از پدیده های شگرف روزگاران برای همه دوران هاست که اینها به هم نچسبن و معاوضه بشن. خوب به عرضم برسید، یکی از بزرگترین اشکالاتی که کربن و اکسیژن دارن این عشقی است که بین اینها هست، این کششی است که بین اینها هست، هر جا باشن میچسبن به هم. من یک مختصری، چون زمان جوانی ضمن کارهای مختلفی که بیکار بودیم و بالاخره کارهای مختلف میکردیم، یک مقدماتی از علم شیمی میدانم. شما بین این اجزا بعضیاشون بیمیلن، بعضیاشون علاقمندن، بعضیاشون بیتفاوتن، بعضیاشون یک کمی میل دارن. کربن و اکسیژن خیلی مشکله که اینها رو دور از هم نگه داریم. مثل یک پسر و دختر 17-18 ساله هستن که آتش غریزه در اینها خیلی شدیده و مشکلی که اینها رو جدا نگه دارن. همون دوره اون وقت اینها در ریه آدم جا به جا میشن، یعنی در یک جایی رگ انقدر باریک میشه که تقریبا دیگه اصلا پوستی نداره. اونجا کربن میاد بیرون، از اون یکی رگ هم که به همون باریکی و به همون نازکیست اکسیژن میاد بیرون و قبل از اینکه اینها با هم مبادله بشن شاید که 10-15 فعل و انفعال با دیگر مواد شیمیایی، فقط اکسیژن نیست که دیگه، هم چیزهای دیگه هست غیر از اکسیژن، همه اینها فعل و انفعالاتش انجام میشه تا این سفر به سلامتی انجام بشه که این کربن و اکسیژن به هم نچسبن، اکسید کربن ایجاد بکنن، طرف رو خفه کنن، جا به جا بکشن. مثلا در جایی که به اندازه کافی اکسیژن وجود نداره، این کربن یقه اکسیژن رو میگیره و اجازه نمیده که جایی که اکسیژن کمه یه سری کربن ها ساکت بشنن سر جاشون، بقیه کربن ها CO2 یا CO2 تشکیل بدن، گاز کربونیک تشکیل بدن، یعنی یک کربن باشه 2 تا اکسیژن، که خیلی هم مفرحه و آدم بخوره خیلی خوب میشه و حالش خوب میشه. به محض اینکه یک
اکسیژن کربن اکسیژن رو میبینه میگیره و کربن دیگه صبر نمیکنه که این کربن اول اکسیژن دوم رو بگیره، میپره روی این و اون اکسیژن رو میگیره. نتیجتاً جایی که اکسیژن کمه گاز کربن ایجاد نمیشه، اکسید کربن ایجاد میشه که سم کشنده است و جا به جا طرف رو میکشه. در ریه ما هر لحظه میلیون ها ترانزکشن انجام میشه و گاز CO2 یا گاز کربونیک ایجاد نمیشه، اکسید کربن هم ایجاد نمیشه. کربن از این طرف میاد وارد خون خارجی به اصطلاح خروجی میشه، اون یکی میاد داخل میشه که وارد بدن بشه. شما ببینید چقدر نقشه لازمه که هر کدام از این موجودات زنده رو در بدن تغذیه بکنن، به اندازه کافی بهش اکسیژن بدن، ویتامین بدن، خوراک بدن. میخوام عرض بکنم که خیلی میشه در این مورد توضیح داد و خیلی دامنش پهناوره. به همون جایی میرسیم که حافظ رسید: هر کون کند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. حالا تصویر میخوام ببینم که الان شما به عنوان یک بیننده این تصویر رو از این تصویر گرفتید یا نه، و بعد درباره قرآن چه فکر میکنید که اگر بشود که قرآن رو در این وسعت و در این عمق، که حالا عمقی نیستیم، ما تمام مدت از روی مطالب میپریم، این نقطه دشواری که وجود داره، یعنی هرچه که انسان در قرآن بیشتر دقت میکنه و بیشتر تعمق میکنه، بیشتر به نادانی خودش و بیشتر به حقارت خودش در عین عظمتی که داره، که آدم به خودش اول فکر میکنه که من چه کارخانه‌ای هستم. و همه اینهایی که گفتیم یک طرف فهم به این کارخانه، همین که من دارم صحبت میکنم راجب خودم دارم صحبت میکنم، این مغز راجب خودش داره حرف میزنه، اون نقشه ها هم تصویره اسمش. و هر چقدر که ما بیشتر در قرآن عمیق میشیم، بیشتر به نادانی خودمون پی میبریم و غرور رو کنار میگذاریم و سر تعظیم و تحسین در مقابل خالق این کارخانه، عظمت این کارخانه رو میبینیم، عظمت خالق این عظمت رو میبینیم و تسلیم میشیم به او. تسلیم بر اثر علم، حالا اسمش خداست، اسمش هرچه هست، اون نقشه کش، اون مصور. امروز در ایمیل خواندم که دوستی گله میکرد که شما یک مدتی اسماء الحسنا رو شروع کردیم و ما رو بیتاب و منتظر گذاشتید، خدا رو خوش نمیاد. امیدوارم که امروز خدا خوشش آمده باشه. اون چه که شنیدید به بهانه آیه شماره 6 از سوره آل عمران، تفسیر مختصری از صفت فاعلی حضرت حق المصور. امیدوارم که رضایت اون بیننده هم فراهم شده باشه. خب جناب زهره کشاورزی می نویسند که محمد رفیعی رو بلاک کنید. اتاق فرمان بلاک فرمان، امرتون اجرا شده خانم کشاورزی و ایشان بلاک شدن. خب من برم بالاتر که بهار افغان کار رو راحت کرده و فقط مفتون و متحیر به زیبایی اون خالق و اون نقاش هست و اون مصور هست و هم کامل است و هم راحت.
جناب نبی پور برنامه رو میپسندن. جناب کشاورزی، ضمن سلام، بنده به قدر هیئت زده شدم که هنگ کردم در مورد شاهد و مشهود دست مریزاد استاد. جناب پوپل تصویری در اینجا، یعنی تزریق قانون عرش در نطفه. جناب فضیلت بسیار عالی و زیبا تصویر را بیان کردید. جناب عرض کنم که علیزاده رو خواندم که رابطه چپ رو احتساب رو مطرح کردن. جناب کشاورزی هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تری میرسد. اتاق فرمان لطف کنید و بالاخره ایشان رو بلاک کنید. خب جناب همایون رسولی خدمت همه دوستان سلام میکنم. ظاهرا من یک سری پیام هایی میبینم که اتاق فرمان به نظر میرسه که من الان در این، خب یک قسمتی از پیام ها نمیدونم چرا جابجا میشه، بالا میره که من همطور که نگاه میکنم اونا رو نمیبینم دیگه، ولی اشاره که شما میکنید میبینم که بعضی از پیام ها مثل پیام تواب نور که البته خواندم مال ایشان رو، ولی نبود اون وقت. جناب غفاری رو خواندم، تقریبا همه دوستان رو خواندم، ولی نمیدانم که حتما این افرادی رو که خانم کشاورزی خواستند که بلاک بشوند حتما بلاک شدن، اتاق فرمان بلاک کرد، برای اینه که مطالبشون رو نمیبینیم. در مورد کلمه تصویر سخنان دیگری هم هست. به آیه بر میگردیم مجددن و جناب یما زهیر حتما در آینده نزدیک، کمی مشکل فعلا دارم و فکرش از وقت در سرم است، متوجه نمیشم که پاسخ جناب یما زهیر ریپلاینگ تو می به خانم آقاسی، جناب زهیر میگویند که در سرم هست ولی بعدا انجام میدم. حالا متوجه نمیشم راجع به چیست. خب میرویم به سراغ آیه شماره 6. هو الذی اوست آن که یصوروکم تصویر می کند فی در الارحام در رحم ها کیف چگونه یشاء یا به آن شکل یا به کیفیتی که قانون عرش او، قانون قدر او، اراده مشی او قرار گیرد. ترجمه ای که می کنند که اگر بخواهد، از نظر لغوی صحیح هست ولی از نظر مفهومش در قرآن کاملا غلط هست، به خاطر اینکه خدا در صفت صمد نمی تواند چیزی رو بخواهد یا چیزی رو نخواهد. صمد یعنی نخواهد و نخواهد که بخواهد. خدا چیزی رو نمی خواهد و یشا به معنای مشی، به معنای روش، به معنای طریق معنی می دهد، در کنار خواستن. البته در مورد خدا مفهوم خواستن رو نباید به کار برد،
بیشتر معنی روش رو باید به کار برد که این روش خداست، این قانون خداست، این تقدیر خداست، این امر خداست، این قانون عرش خداست برای همیشه. لا اله الا هو، نیست معبودی جز الله. هو اللهی که العزیز الحکیم، صاحب عزت و عزت بخش، عزت بخش، دارای حکمت و حکمت بخش. میرسیم به آیه شماره 7. هو اوست، الذی، آن که، انزل، نازل کرد، علیک، بر تو، الکتاب، کتاب را، منه، که از آن می باشد، آیات، آیاتی، محکمات، محکمات است، هن، ایشان اون آیات هستند، ام الکتاب، مادر، ریشه، مبنا، ستون و پایه کتاب، و اخر، و دیگر، متشابهات، می باشند متشابهات در آن، فاما، ولکن، الذين، آن کسانی که، فی، در قلوبهم، در قلبهایشان، زیغ، انحراف و فتنه و خواست فتنگری و ایجاد انحراف وجود دارد، فیتبعون، در پی آن هستند، ما تشابه، که متشابه است، منه، از قرآن. پس کسانی که، فم الذین و ام الذین، و کسانی که اون کسان در قلوبشان زیغ یعنی فتنه و انحراف و سوء نیت وجود دارد، اونها تبعیت می کنند از آنچه که در آن متشابه است، از متشابه منهو، از متشابه قرآن تبعیت می کنند. در برنامه دیروز بود اگر اشتباه نکنم، سوال کردم که چگونه تبعیت می کنند، مکانیسم تبعیت رو از شما تقاضا کردم که تشریح کنید در این کلاس، که همه بیاموزیم که وقتی قرآن میگوید که از متشابهات تبعیت میکنن یعنی چه میکنن. تبعیت رو معنی کنید. تا شما 45 ثانیه طول میکشه تا این پیام به شما برسه و شما پیامتون به من برسه. این است که قسمت بعد رو میخوانم. از قرآن، از متشابهات قرآن تبعیت می کنند، ابتغاء، برای رسیدن به، الفتنتی، فتنه. کسانی که فتنگر هستند از متشابهات قرآن تبعیت می کنند که به فتنه برسند. فتنگران تبعیت از متشابهات قرآن می کنند تا به فتنگری برسند. تأویله، از طریق تأویل قرآن. باز همانطور که دیروز عرض کردم، تأویل به معنای اول قرار دادن،
اولویت بخشیدن، حق تقدم قائل شدن. یعنی بین دو برداشت و دو استنباط از قرآن، به اون استنباط اولویت میدهند که هدف اونها رو برآورده کنه. یعنی اگر قصد اینها در واقع تشریع تبعیت از متشابهات است، وقتی به فتنه میرسند که توانسته باشند با فتنه‌گری قرآن رو تأویل بکنند و در تأویل اونها متشابه تبدیل به محکم بشود و اونها مجاز به تبعیت از او باشند، اون تأویل رو تقبیح میکنه قرآن. اما خود تأویل امر قبیحی نیست که تقبیح بشود. هر کسی با شعور فردی خودش، اگر که زیقی در او نباشه، انحرافی در او نباشه، با نیت پاک، البته از قرآن ممکنه یکی دو استنباط داشته باشه و به یکی از اینها اولویت میده. این یک امر طبیعی است که همه ما داریم. تأویل برای ابتغاء به فتنه البته مذموم شناخته شده. و ما یعلم تأویله، و هیچ کس تأویل قرآن رو نمی داند، الا مگر الله، الله و راسخون، و راسخون فی در العلم، در علم. دو گروه تأویل صحیح قرآن رو می دانند، یکی الله خودشه و یکی راسخون در علم است. دیروز هم عرض کردم نوع دیگری که اکثریت قریب به اتفاق مترجمین و قرآنشناس ها به اون ترتیب ترجمه می کنند و به اون ترتیب تأویل می کنند که ما امانت داران به صرف امانت باید اون رو گزارش بدیم. اصل بر این است که تقریبا تمامه، شاید 99% مترجمین به این ترتیب ترجمه می کنند که و ما یعلم تأویله، و تأویل قرآن را هیچ کس نمی داند، الا الله، مگر الله. تمام شد. یعنی خدا قرآن رو فرستاده، قرآنی که تأویل لازم داره و غیر از خودش هم هیچ کس نمیتونه تأویل بکنه. یک اتومبیلی نازل فرموده خدا که این اتومبیل رو غیر از خودش هیچ کس نمیتونه تعمیر بکنه، نمیشه باش رانندگی کرد، نمیشه فهمید، نه موتورش رو میشه شناخت، نه در موتورش رو میشه باز کرد، نه اگه باز کردی چیزی میفهمی. خودش هم نیست اینجا. نمیدانم اسم این خدا چیست، قصد جسارت ندارم، ولی من اون خدا رو نمیپرستم، اون قرآنش رو هم من قبول ندارم. و اگر اسلام بر این است که نقطه بگذاریم و این آیه قرآن رو در اینجا مقطوع کنیم، اتاق فرمان نشان بدید با کرسر روی کلمه الله، و ما یعلم تأویله، بله نخیر اونجا نیست، بله پایین تره، الا پایین تر تش بیارید. اینجا هست که و ما یعلم، پایین تشریف بیارید، برید جلو، ما یعلم تأویله، بله اونجا هستید. اونجا نقطه میگذارند و میگوید که علم تأویل قرآن رو جز الله کسی نمیداند. این با منطق تطبیق نمیکنه که خدا قرآنی بفرستد که
نیاز به استنباط و معارفه داشته باشد و غیر خودش هیچ کس قرآن رو نفهمه. و عبارت هم از نظر منطق صرف و نحو عربی بسیار بی‌وزن و بی‌وجه و بی‌معنا و غیر قابل اتکا هست. و اما ترجمه صحیح آیه به این ترتیب است: وما یعلم و هیچ کس نمی‌داند تأویله تأویل آن را الا مگر الله الله و الراسخون فی العلم. تأویل قرآن رو هیچ کس نمی‌داند مگر الله و راسخون در علم. و راسخون در علم کسانی هستند که یقولون میگویند آمنا ایمان آوردیم بهی کلون به همه آن در کل قرآن به محکم و متشابهات قرآن در کل ایمان آوردیم مین و ایمان آوردیم که کل قرآن عندی ربنا از سوی رب ماست، هم محکم و هم متشابه قرآن رو قرآن می دانند و کل قرآن رو عند رب می دانند، از نزد ربشان می دانند. اینها راسخون هستند. و ما یذکر الا اولو الالباب. و در قرآن از قرآن در واقع بهره ای نمی گیرند و قرآن برای اونها یادآور هیچ چیز نیست، اگر که در فراگیری قرآن صاحب خرد نباشند. یعنی اصل تعقل و خردورزی پایه فهم قرآن است. البته تنها خرد نیست که باعث فهم قرآن میشه، بلکه خردی که به تقوا تهذیب و تزئین شده باشه، یا به زبان حافظ عقل الهام پذیر، در واقع خرد ملهم باشه، تا یعنی خردی باشه که به تقوا مزین شده باشه، خرد ملهم که بتواند قرآن رو بفهمد. یعنی هم ما باید خرد داشته باشیم هم تقوا داشته باشیم تا درهای بهشت قرآن که فهم قرآن است رو به ما باز شده باشد. نگاه میکنم به فرمایشات شما و میرسیم به مطلب جناب بردیا امینی. این آیات متشابه در قرآن معیاری است برای کسانی که خودشون رو عالم در قرآن میدانند. از این ملایان بپرسید آیات متشابهات چیست، به پت پت کردن میافتند و این نشان میدهد که ملاها عالمان در دین نیستند. خانم آسی پاسخ: فتنه است. لیلا منصوری به همه دوستان سلام میکنند. حفیظ مینویسد: فتنه جویان با سوء استفاده مثالهای آن را با واقعیتها جا به جا میکنند تا که به اهداف شومشان نائل آیند. با خانم آقاسی می نویسند: با انسجام دادن متشابهات در تعبیر باعث گمراهی مردم می شوند و تبعیت می کنند و توجه به ربط آن به محکمات نمی کنند.
توجه به متشابهات قرآن، من هنوز پاسخ میخوام، هنوز راضی نیستم از مشارکت شما، بیشتر توضیح میخوام. سوال من این بود که طبیعت یا مکانیسم تبعیت رو گزارش بدید شما، که میگن این آقا از متشابهات قرآن تبعیت میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ اشکال ما الان اونجاست. اگر اونو بگید این آیه رو تمام میکنیم میریم سر آیه دیگه. الان گرفتاریم اونجا و هنوز پاسخی داده نشده که چگونه تبعیت میکنند از متشابهات. اون تبعیت رو میخوام شما تشریح بکنید. عرض کردم ساعت گذشته بود که شما سعی نکنید که ذهنتون رو تنظیم و تزئین بکنید که چیز قشنگ بگید. الان دنبال قشنگی نباشید، الان دنبال ریفلکشن باشید، دنبال انعکاس باشید. یعنی بگذارید ذهنتون خام یا پخته، منظم یا غیر منظم، اون چی که در ذهنتون هست از زبانتون استفاده بکنید، بیرون بریزید که شما چی تو سرتون میگذره وقتی کلمه تبعیت رو میشنوید. درست و غلطش رو رها کنید. درست میشه، با بقیه عقاید برخورد میکنه، بالاخره جواب درست داده میشه و اون جواب درست ثبت میشه. ولی برای اینکه شما بتوانید که اندیشه های یکدیگر رو تحریک کنید، یک مطلبی رو باید آغاز بکنید، از یک جایی شروع بکنید که ذهنیت یکدیگر رو متقابلا تحریک بکنید و در اثر این تحریک تحول به وجود بیاد در اندیشه شما، در ذهنیت شما، و نتیجتا به اون تأویلی که مورد قبول حضرت حق است موارد بشوید. به این خاطر است که من اصرار می‌ورزم هم ببینم شما چی فکر میکنید وقتی به کلمه تبعیت میرسید، که کسانی که این گونه هستند، منحرف هستند و در صدد انحراف قرآن هستند، فتنه در سر اینهاست، اینها مستقیما از متشابهات قرآن تبعیت میکنند. دو پله هست در اینجا. حالا خانم آسی می نویسند که از بالاتر برم، علیزاده بردیا امینی، باز هم بالاتر برم، خب ما در اینجا بیام از پایین بریم بالا. جناب غفاری تبعیت میکنند که قوه اندیشه به فعلیت کشیده شود و به فسخ میرسند، یعنی عمل میکنند، منظور به متشابهات قرآن. جناب پدر، طبیعت به طبع خود و به خواست خود عمل میکنند، منظور جناب آقاسی به متشابهات انسجام میدهند و آن را عمل میکنند. از متشابهات، فریده علی، از متشابهات جای حکم استفاده میکنند. بسیار بسیار صحیح جناب علیزاده. در اینجا تبعیت یعنی اولویت دادن آن معنی که آنان را به هدف شومشان نزدیک میکنند. آفرین بر شما جناب امینی. از متشابهات اینطور خانم کشاورزی، یعنی سوء استفاده میکنند. شاید جناب فروغ، ارشادات جناب شما را به دقت میشنوم، با تشریحات و توضیحات مفصل، با مثالهایی که قابل درک هر ذهن است، حتی کم ذهنی چون من یقینم شد
که خودشناسی خداشناسی است. جناب پدر به دلها خود عمل می کنند. جناب آسیب با انسجام دادن متشابهات در تعویل باعث گمراهی مردم می شوند و تبعیت می کنند و توجه به ربط آن به محکمات نمی کنند. جناب حفیظ فتنه جویان با سوء استفاده مثال های آنها را با واقعیت ها جابجا می کنند تا که به اهداف شومشان نائل شوند. لیلا منصوری سلام می کنند و بقیه مطالب رو خواندیم و به لیلا منصوری خب میرسیم به جناب محسن احمدی. متشابهات قرآن را محکمات تفسیر و تعدیل میکنند و حکم استخراج بر عمل خیش را اولویت میدهند. جناب حفیظ مثالهای استفهامی را تبدیل به یک امر واقعی مینمایند، مانند استفاده عینی از حورهای بهشتی. اولین همه دوستان درست جواب میدن، هیچ تردیدی در پاسخ ها نیست. یکی از یکی زیباتر، یکی از یکی بهتر و کاملتر و صحیحتر. به اولین مثال برمیخوریم در اینجا که این مثال خیلی مهم هست که پدر می نویسند تبعیت به طبع خود و به خواست خود، از خودشون در واقع اون چی که فکر می کنند اون رو به جای قرآن می گذارند و از هواهای نفسانی خودشون در واقع اطاعت می کنند. جناب غفاری رو خواندم که تبعیت میکنند که قوه اندیشه به فعل کشیده شود، اندیشه خودشون، همون پاسخ مشابهی با جناب پدر میدهند. علیزاده تبعیت به معنی میل جویی و میل به شهوات. جناب نبی پور طوری که دوست دارند از متشابهات مستقیما حکم محکم صادر میکنند. لیلا منصوری محکمات را از متشابهات جدا میکنند و مذاهب جدید تأسیس میکنند و نتیجه ای در واقع تبعیت فقط از متشابهات باعث شرک میشود. نکته بسیار مهمی است شرک، لغات کلیدی که اینجا بیرون میاد. وقتی که ما خواست خودمون رو در کنار خواست خدا قرار میدیم و خواست خودمون رو اولویت میدیم بر خواست خدا و از تعمیم و از گستردگی و در واقع از ابسترکت بودن متشابه استفاده می کنیم و اون رو به هر ترتیبی که می خواهیم مثل موم به شکلی در میاریم که مطلوب ماست، در واقع مطلوب ما در مقابل مطلوب خدا قرار می گیره. و همینطور که کی بود؟ لیلا منصوری بود. همونطور که منصوری نوشته است ایجاد شرک میکنه، یعنی ما به جای اینکه تابع و تسلیم خواست خدا باشیم و اولویت رو در استنباط به خدا بدیم و به نیت خدا، به خواست خدا، به فرمان خدا، به قدر خدا، به تقدیر خدا بدهیم، آگاهانه یا غیران به خواست خودمون اولویت میبخشیم و در واقع اطاعت از نیتهای ما جای اطاعت از خدا رو میگیره و این شرک به وجود میاره. ممنونم جناب منصوری. جناب احمدی متشابهات قرآن را محکمات تفسیر و تعدیل میکنند و حکم استخراج بر عمل خیش را اولویت قرار میدهند. مثال حفیظ اولین مثالی است که نشان میدهند که حوری های بهشتی رو موجودات واقعی و اصیل تلقی می کنند
و این متشابه قرآن رو تبدیل به محکم میکنن و حکم را از همون محکم تصوری استخراج میکنن و همه در واقع آیه شماره 26 از سوره دوم قرآن رو زیر پا میگذارن که الله لا یستحیی، که خداوند استحیا نمیکند، اون آیه رو زیر پا میگذارن و قبول نمیکنند که خدا میگوید اینها مثالی که من میزنم و من به این مثال ها جامعه عمل نمی پوشانم. مثال بسیار خوبی است. ایران شکوهی وقتی از متشابهات تبعیت می کنند، یعنی فکر نمی کنند در متشابهات خداوند مثال زده و آنها متشابهات را به جای محکمات می دانند. فریده علی و باعث گمراهی خود و دیگران می شوند. جناب مهندس سلطانی، مکانیسم تبعیت از متشابهات همانا تشابهات را محکم می دانند و خود را گمراه می کنند. به گونه می توان گفت از بهشت و دوزخ نام برد که مثال بهشت را قرآن در قالب متشابهات معرفی می کند. کسانی که این متشابهات را محکم می دانند در گمراهی مطلق هستند. جناب آقاسی مثال ها را به صورت حکم تعبیر می کنند. ایران شکوهی، عذر می خواهم که کامل نشد و دستم خورد و ارسال شد و از متشابهات به جای محکمات استفاده می کنند که درست نیست و ایجاد شرک می کند. سخن بالاتر از این حرف هاست. با عرض معذرت از همه شما عزیزان، به آیه شماره عرض می کنم که بیست و شش، برای اینکه فرصت نداریم به نیمه این آیه اشاره میکنم. و اما کسانی که کفر میورزند، فیقولون، میگویند مازا اراد الله به هازا مثلا، خداوند چه اراده کرده، چی تو سرش خدا با این مثال هایی که میزنه، با این حرف هایی که میزنه، بی احترامی. یزل بهی کثیرن، این رو میخوام توجه بکنید، این بیان من نیست، بیان خداست. یزل بهی کثیرن، بهی یعنی به قرآن، به آن یعنی به اون قرآن، به اون مثال ها. مثال ها کجاست؟ در قرآن. پس اشاره به قرآن است و محتویات قرآن، محتویات متشابه در قرآن. یزل بهی کثیرن، با متشابهات واقع در قرآن گروه عظیمی و کثیری از مردم گمراه میشن. این تمام شد دیگه. این کتاب، کتاب هدایت میشه کتاب گمراهی. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله استفاده، نوع استفاده از متشابهات قرآنه. آیا از متشابهات نباید استفاده کرد؟ و چرا تو قرآن نمیده؟ باید استفاده کرد؟ بله، منطقاً بله. قرآن دیگه، میشه گفت مگه یه قسمت قرآن ما کنار بگذاریم، مطالعه نکنیم، عمل نکنیم، سرپیچی کنیم از متشابهات قرآن؟ یعنی متشابهات قرآن مال سرپیچی کردنه یا مال اطاعت کردنه؟ باید اطاعت کنیم از متشابهات. چگونه اطاعت کنیم؟ در مقام متشابه از احکام مستخرجه
از متشابهات اطاعت بکنیم یا مستقیم از خود متشابهات اطاعت بکنیم. کیفیت اطاعت از متشابهات مطرحه در اینجا و به حسب این که ما چگونه از متشابهات استفاده میکنیم، قرآن در کل میتواند که کتاب گمراه کننده یا کتاب هدایت کننده باشه. من در نوشته های شما این خطر رو ندیدم، این وحشت رو در شما ندیدم، این درزش رو در شما ندیدم که اگر من اشتباه کردم و از متشابهات قرآن در مقام محکمات استفاده کردم، این کتاب سراسر موجب گمراهی من خواهد بود. یعنی کتاب قرآن تبدیل به کتاب گمراه کننده می شود برای کسی که متشابهات قرآن رو در مقام محکمات قرآن تلقی می کند. موضوع این نیست که اشتباه کردیم، زیاد رفتیم، کم رفتیم. اصلا طبیعت کتاب عوض میشه، میشه کتاب شیطان برای کسی که متشابهاتش رو محکم تلقی بکنه. کتاب قرآن تبدیل به کتاب شیطان میشه برای او. من در نوشته های شما با عرض پوزش این وحشت از سوء استفاده از متشابه رو نمیبینم و به نظرم میاد خیلی با نرمش با این کار روبرو هستید. شاید هم من اشتباه میکنم. ایران شکوهی خواندم، محمد برکی. فرشته، جن و شیطان دارای جسم مستقل میدانند اینها رو، چنانچه در حج عوض اینکه شیطان درون خود را بزنند، شیطان بیرون را به سنگ میزنند. متشابهات قرآن در مواردی به کار می آید که ما با مؤثری روبرو هستیم که اون مؤثر قابل تشریح و قابل تعلیم و قابل تعریف عینی نیست. خوب توجه کنید که چه عرض میکنم. هزار بار تا به حال گفتم، باز هم میگم. یک کسی رفت یک جای مهمانی، نشسته بود و خیلی صحبت میکرد و اینها. بعد به صاحب خانه گفت که اگر ممکنه چای دوم رو به من بدید، من بخورم و رفع زحمت کنم. صاحب خانه گفت چای دهم است، ولی چشم، تقدیم میکنم، دوم نیست، دهم است. حالا این هم چای دوم نیست، خدا شاهده، چای صدوم است، ولی تقدیم میکنم. وقتی که یک امر به این خطیری در قرآن وجود داره، قاعدتا ما باید از خودمون بپرسیم، از خدا بپرسیم که حالا چرا این چیزی که اینقدر خطرناکه، این سم حلاهل رو که کوچکترین قفلت با این سم حلاهل ما مواجه هستیم، این سیم برق رو لخت کردی خدای، گذاشتی سر راه ما، کوچکترین دستی اشاره بشه به این سیم لخت برق، برق میگیره ما رو میکشه، از بین میبری، این چیه درست کردی آخه؟ خود خدا رو اول اجازه بدید محاکمه کنیم که اصلا چرا از اول حکم صادر نمی کنی آخه؟ چه بازیه این که خدا یا در آوردی؟ چرا اصلا متشابهات رو وارد قرآن کردی؟ پدر همه رو در آوردی تو؟ خب از اول حکم بده دیگه، چه اشکالی داره خدایا همه قرآن رو حکم بدی، ما رو راحت بکنی از این خطری که شب خواب نداریم، صبح خواب نداریم. می نکنه این کتاب قرآن تبدیل شده به کتاب شیطان برای ما، نکنه من متشابهات قرآن رو جای محکم گذاشتم، نکند. خدایا این چه کاریست با ما میکنی آخه؟ جمع کن این متشابهات قرآن رو، یک سره یک قرآنی نازل کن که همش محکم باشه. چرا این کار رو نمی کنه؟ ملاحظه می کنی سوال چیه؟
اون وقت قرآن به نیروی تعقلی که خدا به ما داده میگه فکر کن که من چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه تو رو اذیت میخوام بکنم؟ تو رو دوست ندارم؟ میخوام تو هدایت نشی؟ یا میخوام تو هدایت بشی؟ و این متشابه باید باشه، چاره ای نیست. اون وقت علتش رو در قرآن در آیات دیگری که میخوانید بیان میکنه. هر زمانی که در رابطه علی ما یک علتی داریم، یک معلول داریم، یک اختیار داریم، فعل اختیاری داریم، یک جبر اکتسابی داریم. یعنی فعل اختیاری است، اکتساب جبری است. رابطه این دو با هم در موارد معمولی خدا میگوید این فعل اختیاری که انجام بدهی، مثلا زنا بکنیم، فعل اختیاری است دیگه. این طرف خبیث تشخیص داده میشی، حالا تنبیهش رو کاری نداریم. اکتساب جبری ناشی از این فعل ارادی این است که از مقام طیب به مقام خبیث نزول میکنی و حق ازدواج و حق نکاح با طیب و مطهر از تو گرفته میشه. ملاحظه میکنید؟ یعنی میگه شما فعل ارادی داری، شما میتونی زنا بکنی، میتونی نکنی. اگر زنا کردی الان قبل از زنا مطهر هستی و میتونی با مطهر نکاح کنی، از حقوق اجتماعی نکاح با مطهر برخورداری. اما اگر زنا کردی این موقعیت، این موضع، این استاتس از تو گرفته میشه و تبدیل میشی به خبیث و فقط میتونی خبیث پیدا بکنی باش ازدواج بکنی. لیاقت مطهر نداری تو، چون مطهر نیستی دیگه، چون زنا کردی. اون اکتساب جبری یعنی به جبر خباثت میرسی، خبیث میشی و حقوق اجتماعیت رو از دست میدی جبران، با عملی که انجام دادی اختیارن. اگر که اختیار نداشتی، یک حرف دیگه، اختیار داشتی میتوانستی زنا نکنی، ولی از اختیارت استفاده کردی، زنا کردی، بیشتر از امکانت تا اختیارت. حالا یک جبری به وجود آمده که بر اساس عمل اختیاری تو در اکتساب جبری تو خودش رو نشان میده، از طیب تبدیل به خبیث شدی. این محکمه، متشابه هم اصلا درش نیست. در هر قضیه‌ای که شما علت خوب توجه بکنید، میخوام الان سوال بکنم از شما، در هر پدیده‌ای که شما علت و معلول رو شناسا دارید، یعنی علت و معلول هر دو قابل تعریف هستند، اون چه که راجع به رابطه اینها گفته می شود حکم است. در اینجا زنا معلومه چیه، زناکار هم معلومه کیه، فعل زنا هم مشخصه که چیه. میگوید که اسم این آدمی که هنوز زنا نکرده مطهره، تا زنا کرد میشه خبیث، حقوق اجتماعی نکاح ازش گرفته میشه، یه بار با خبیث ازدواج بکن. انقدر این حکم روشن و ساده است که یک بچه کلاس سوم ابتدایی هم میفهمه. پس در قواعدی که مؤثر و اثر، مؤثر اینجا چیه؟ زناکاره. اثر چیه؟ خباثته. در جایی که مؤثر و اثر هر دو شناسا هستند، اون چه که راجع به این موضوع گفته میشه در قرآن حکمه. اما در مواردی هست که علت
یا مؤثر، موجود نیست یا مفهوم نیست و شناخته نمیشه و قابل تعریف نیست، اما وجودش باید ثابت بشه. خوب توجه بکنید، میخوام الان بپرسم آن. وقتی که شما علتی دارید، یک علت، یک باعث، یک فاعل، یک مؤثری رو دارید که مؤثر مشخصه، اثرش هم مشخصه، رابطه بین این مؤثر و اثر هم مشخصه. وقتی که مؤثر مشخص باشه، اثر هم مشخص باشه، رابطه، تأثیر بین این دو هم مشخصه. در این نوع موارد هر چه قرآن بگوید حکم است. در مواردی که مؤثر وجود داره ولی قابل تشخیص نیست، قابل تعریف و توصیف نیست، ولی این مؤثر و این علتی که مستقیما شناسا نیست اما اثرش شناساست، یعنی ما یک عامل و فاعلی رو نمیبینیم اما آثارش رو میبینیم. وقتی در این مورد قرآن وارد میشه که حکمی صادر کنه، در تعریف این فاعلی که ناپیداست ولی باید در موردش حکم صادر بشه، اثرش پیداست، اثرش پیداست، خودش مؤثر پیدا نیست ولی وجود داره. قرآن در معرفی این مؤثر متوسل به شیوه و سنت تشبیه و تشابه میشه. پس در روزگار که نگاه میکنید، هر چیزی علتی یک معلولی داره، معلول معرفی میشه، علت هم معرفی میشه. علت در اینجا چیه؟ زنا. معلول چیه؟ خباثت. توجه میکنید، هم زنا تشخیص داده میشه هم خباثت تشخیص داده میشه، حکم صادر میشه، تمام میشه. یک وقتی راجع به یک چیزی صحبت میکنیم مثل خدا، خدا مؤثره، خدا علت العلله، بالاتر از علت، ولی آیا ما خدا رو در ذات میشناسیم؟ صفات فاعلی رو رها کنید، اسماء الحسنا اینها، اونا صفات فاعلی خداست. آیا خدا رو ما در ذات میشناسیم؟ نه. پس علت و مؤثر در اینجا شناسا نیست، مجهوله، ما جهل به او داریم، ولی نمیشه او رو رد کرد. چرا؟ برای اینکه خلقتش رو میبینیم، همه این جهان مخلوق اون خالقه، ولی خالق رو نمیشناسیم ما. پس چه بکنیم؟ بگیم مخلوق وجود داره، خالق وجود نداره، مفعول وجود داره، فاعل وجود نداره؟ منطقا اون کار رو هم نمیتونیم بکنیم. این است که قرآن به تعریف تشابهی خالق میپردازه و او رو به شکل تشبیهی در مورد خدا، خدا رو با 99 صفت تفصیلی فاعلی در عالم کائنات معرفی میکنه که ما این خدا رو نمیدونیم چیه، ولی صفات فاعلیش اینها هست و اینها همه متشابهه. چرا؟ برای اینکه درباره کسی صحبت میشه که ذات او قابل تعریف نیست. در مواردی که
مؤثر قابل معرفی نیست، مثل بهشت، مثل جهنم، مثل جن، مثل فرشته، مثل خدا، مثل شیطان، مثل آتش جهنم، مثل نعمتهای درون بهشت، اینها هیچ کدامش مادیت نداره. ممکنه که مبنای ماده داشته باشه، ولی خودش ماده نیست. خاصیت ماده یا خاصیت غیر ماده است. چون نمیتوانیم اینها رو در تعریف بگنجانیم. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که اگر پدیده های هستی زمان و مکان همراهش نباشه، ما نمیفهمیم که چی هستن اینها. و به طور کلی مؤثرهایی که، علتهایی که زمان و مکان درش وجود نداره اما وجود دارن، اینها رو قرآن برای تشریح و برای تعریف در قالب متشابهات قرار میده. چه چیزی رو در متشابهات قرار میده؟ مؤثر رو، نه اثر رو. اثر در واقعیت، مؤثر در متشابه. مثل اینکه قرآن برای ما بهشت رو میخواد تشریح بکنه. بهشت علی ظاهر در تعریف قرآنی در بعد خارج از زمان و مکان وجود داره، یکی از بهشت ها لااقل. هم جهنم ها زیاد هستن، هم بهشت ها. این بهشتی که خدا توصیف میکنه بهشتی است که در زمان و مکان نیست. بنابراین ما چون در زمان و مکان هستیم، اون بهشت رو نمیشناسیم. هر چقدر که تعریف بکنم ما نمیفهمیم. یک چیزی هست آقای محترم، خانم محترم، خب چه چیزی هست؟ نه زمان درش هست نه مکان. عجب. یعنی ماده نیست دیگه. بله. پس چیست؟ یک چیزی دیگه. ملاحظه میکنید؟ نمیشه مجسم کرد، نمیشه فهمید. با خاصیتش میشه فهمید. و قرآن میگه بهش جاییست که مثل اینکه میره رو اثرش. ما چون با اثر آشناییم، با مؤثر آشنا نیستیم. بهش عبارت است از شرایطی که خواص اون شرایط این گونه است که مثل اینکه تو پهلوی یک زن خوشگل خوابیدی، عجب. مثل اینکه شراب اینطوری خوردی، مثل اینکه تو کاناپه نشستی و نمیدونم بادت میزنن، مثل اینکه رودخانه عسل زیر پات، همه اون چیزها. هیچ کدام اینها در مؤثر دارای واقعیت نیست، در اثر دارای واقعیت. یعنی شما میفهمی که بهش جایی است که در اونجا شما لذتی که میبری معادل لذت خوردن عسل است، اگه عسل خور باشی. نتیجتا شما یک تصویری از تأثیر بهشت بر خودت داری، که بهشت هر جایی که هست، من نمیدونم کجاست، مثل این است که عسل میخوری، مثل این است که با زن خوابیدی، مثل این است که با پسر خوابیدی، مثل این است که چشم اون درشته، چشم این کوچکه. آثاری که باقی میگذارن، تأثیری که میکند، اثری که به جا میگذارد محکم است، مؤثر متشابه است. و ما مؤثر رو در آثار شناسایی میکنیم. و هدف قرآن هم همین است که شما اثر بهشت رو بشناسی و بدانی و بفهمی. قصد قرآن این نیست که مؤثر رو برای شما تشریح کند، وجود مؤثر رو ثابت میکند، نه طبیعت مؤثر. وجود خدا رو ثابت میکند، نه چگونگی خدا رو. مثلا در مثال دیگری که تولید سوء تفاهم هم کرده، مثال نوح هست. ممکن است که نوح بوده، ممکن است نبوده. ممکن است که آب دریا بالا رفته، ممکن است که نرفته. موضوع پرتغال فروشه. قرآن میگوید مطالبی که با عقل جور در نمیاد، به خصوص با عقل ملهم
نپذیرید. من مدعی هستم که عقلم عقل ملهمه. هم عقل دارم و هم عقلم ملهمه چون متقی هستم. من. این ادعای منه. بنابراین به عنوان یک آدم متقی که عقل من و خرد من خرد الهام پذیر است، من با این عقل رفتم و میخوام قرآن رو یاد بگیرم. مردم، عقل ملهم من داستان نوح رو به شکل محکم از قرآن نمیپذیرد. تعارفم ندارم که پنهان کنم. چرا دروغ بگم آخه؟ فردا برم زیر خاک لغت بزنم برای تخت قبر خودم که شما خوشت بیاد یا بدت بیاد، یا آقای فلان خوشش بیاد یا بدش بیاد. راست میگویم، قبول ندارم من. قرار هم نیست که قبول داشته باشم. من به کار پرتغال دخالت نمی کنم. اون پرتغال فروش، من کاری به کارش ندارم که بوده پرتغال فروش یا نبوده، اصلا وارد اون مقوله من نمیشم. اما شما یقه منو بگیری فشار بدی که آقا اول دفعه بگو پرتغال فروش کجا بوده، میگم اصلا پرتغال فروش دروغه. حالا راحت شدی؟ این مثال در مورد اینکه پرتغال فروش 10 تا پرتغال خرید، نه پرتغالی وجود داره نه پرتغال فروش، عدد 10 وجود داره که ضرب در 2 بشود 20 به دست بیاید. تو بلدی این کارو بکنی؟ رستگاری. بلد نیستی میری به جهنم. پرتغال فروش هم رها کن. پرتغال فروش مثل کاتالیزور شیمیایی است که دو تا چیز رو با هم ترکیب میکنن، عنصر واسطه کنار میره میرزنش بیرون. داستان نوح، داستان یونس برای این است که تو به یک نتیجه‌ای برسی. هر وقتی که در جایی گرفتار شدی که ظلمت و تاریکی، وقتی که قاصب و غب شد بر تو و همه جا رو پرده سیاهی گرفت، داستان نوح داستان سوره فلق در قرآن. برای کسانی که سوره فلق رو نمیفهمند، سوره یونس رو می آورد و داستان یونس رو تعریف می کند. در سوره فلق میگه وقتی که تاریکی، قاسقن ازا وقب، وقتی که این تاریکی چیره شد مسلط شد بر تو که هیچ روزنه ای از روشنایی ندیدی و مرگ اعتقادی تو فرا رسید، پناه به خدا ببر. در سوره یونس همین صحنه تاریک و خفقان آور و هلاک کننده و کشنده رو در دل ماهی مثال میزنه. ول کن ماهی رو، اثرش رو ببین، چه درسی میگیری، چه حکمی میگیری که اگر من در این دنیا در محیطی مجسم بکن که الان یک ماهی بزرگی تو رو خورده، افتادی تو شکم ماهی و هر لحظه‌ای که میگذره به هضم تو و به جذب تو اقدام خواهد کرد، له خواهی شد، هلاک خواهی شد، خوراک ماهی خواهی شد، داغون خواهی شد، از بین خواهی رفت. برای خاطر اعمالی که انجام دادی به این دام افتادی، به این چاه افتادی. اون وقت میگوید که اگر با همه وجود پشیمان بشی، با همه وجود بیدار بشی، این واقعه باعث بشه که بیدار بشی. نه حق بازی کنی، دروغ بگی و تئاتر بازی کنی، واقعا معتقد بشی که زشت کردم و واقعا متعهد بشوی که دیگه تکرار نکنی. و حق رو به حقدار بدی و حق و ناس رو ترمیم کنی و اصلاح کنی و بگویی که خدایا سوگند میخورم که با همه وجودم به گناهم مقر و معترفم و آسیبهایی که این گناه من به اجتماع میزنه و سبب گمراهی مردم میشه، سبب ظلم به جامعه میشه، خدایا همه اینها رو فهمیدم، با همه وجود فهمیدم، با همه وجود قصد اصلاح دارم، فرصت دیگری به من بده که من از این فرصت استفاده کنم.
قرآن حکم صادر می کند که حکم خدا این است که اگر به اون درجه انتباه رسیدی، به اون درجه بیداری رسیدی و فتنه و ابتلا و آزمایش الهی تا اونجا رسید که تو کیفیتت عوض شد و متحول شدی از خودت و یک انسان دیگری در تو تولد پیدا کرد با یک مشخصات دیگری، اون وقت به مناسبت تولد اون انسان دوم در انسان اول شکم ماهی باز می شود، سیاهی قاصق از وقب خارج می شود و خورشید روشن بر تو نور افکن خواهد شد. در یک مرحله از گناهان خود توبه کن و به توبه پذیری اون تواب قائل باش و در زندگی هر زمان که عرصه دنیا مثل شکم ماهی بر تو تنگ و خطرناک و مهلک شد، تنها به خدا پناه بیاور و سعی کن از اون انسان ظالم و مستکبر و گناهکار و متجاوز بمیر و در انسانی نو بیدار مترصد پشیمان و اصلاحگر در اون آدم متولد شو و در تولد دوباره از این سیاهی پرواز کن و به دنیای روشن برو. داستان یونس در شکم ماهی داستان کرم ابریشم در پیله ابریشم است که زمانی میرسد که دیگه این کرم ابریشم در داخل این پیله خوراکی برای خوردن ندارد، میرود که این کرم خودش خوراک پیله کرم بشود و بمیرد و بگندد در درون پیله. اون وقت قدرتی که به او داده شده این است که دیوار پیله رو سوراخ میکنه و این کرم خارج میشه از این سوراخ، مثل بچه‌ای که از بطن مادرش خارج میشه و اون ماهی که از زن زاییده میشه بعد از جدا شدن از مادر، اون ماهی تبدیل به انسان میشه، اون موجود آبزی تبدیل به موجود هوازی میشه، اون کرم در لحظه‌ای که از پیله وضع حمل میکنه و جدا میشه پر در میاره و پرواز میکنه و پروانه میشه. همه این پروانه ها کرم ابریشم هستند، کرم هستند اینها، ولی در تولد دوباره در لحظه‌ای که در دل ماهی بودند، در لحظه‌ای که در سیاهی پیله بودند، از این پیله خارج میشه. یکی دو تا سه تا صد ها مثال من حیث این موضوع رو میشه مطرح کرد. حالا ما همه اینها رو رها میکنیم، دو دستیش هست بدیم به ماهی، الا للا که یونس رفته تو شکم ماهی. اشکال این کار این است که سبب گمراهی ما میشه چی؟ همین کتاب قرآن، وقتی که متشابهاتش رو در مقام محکم قرار. تبعیت یعنی چی؟ یعنی ما از این قانون پیروی میکنیم. قانون چی؟ قانون این که هر کسی که گناهکاره شیرجه میره تو دهن ماهی، اونجا توبه میکنه میاد بیرون. پس بیاریم این کار بکنیم دیگه، همه گناهکارها ماهی های بزرگ پیدا بکنیم، اینا برن تو دهن ماهی، میان بیرون، گناهشون بخشیده میشه، میرن. یعنی شعور و معارف بشری مورد استهزا قرار میگیره، یا به بیان قرآن گمراه میشید. اگر شما قبول بکنید که آدم تو شکم ماهی میره، فایده این کار اینه که قرآن به وسیله این مثال شما رو گمراه کرده.
خودش میگه گمراه میکنم. اگر شما به متشابهات قرآن مستقیما و به عنوان حکم تکیه کنید، اما اگر تکیه نکنید فکر شما پرواز میکنه که فقط شکم ماهی نیست، این دنیا میتونه که شکم ماهی باشه. و بعد به گیاهان هم کرم ابریشم رو میبینید، شما میبینید که داستان وقوع در تاریکی و بسته شدن زندان تاریکی هیچ جا رو نمیبینه. وقت میبینیم که آیات دیگر قرآن، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر قاسق اذا وقب، اون هم شکم ماهیه، سوره ناس هم شکم ماهیه. این مبحث امیدوارم که توانسته باشیم ما بعد از این همه سخن به نتیجه رسیده باشیم که مطلب مفهوم شده و یک کمی با آرامش برنامه رو به پایان ببریم. جناب ایران شکوهی یعنی وقتی از متشابهات تبعیت می کنند، یعنی فکر نمی کنند در متشابهات خداوند مثال زده و آنها متشابهات رو به جای محکمات می دانند. حتما الان می دانید که اصلا علت وجود، علت موجودیت متشابه در قرآن برای چیست؟ اصلا چرا همه قرآن محکم نیست؟ چرا متشابهات استفاده میشه و چه وقت متشابهات استفاده میشه؟ به کدام منظور متشابهات استفاده میشه؟ اشتراک اثر مبنای طرح متشابهات در قرآنه، چون در اثر با یک امر عینی مشابه هستند، یعنی تشابه در مؤثر در واقع تساوی در اثر هستند، یعنی در متشابه شبیه هم هستند، در مؤثر شبیه هم هستند، در اثر عین هم هستند، یعنی یک خاصیت شبه و مثله که در مؤثر شبیه هم در اثر مثیل هستند، مثل هم هستند، در مؤثر شبیه هم هستند. فاصله بین مثال و تشبیه که دو چیز یک وقتی مثل هم هستند یک وقت شبیه هم هستند، اینها نزدیک هستند و هم ولی معانیش فرق میکنه، چندین بار هم تا به حال گفتیم. خب میپردازیم به فرمایشات جناب برکی رو خواندیم، نفیسه فروغ رو خواندیم. متشابه کلامی است که در آن شبه کنیم، باید برای دانستن آن تعقل کنیم، زیرا مقصود آن واضح و روشن نیست مگر تحقیق و دقت نظر و ارجاع به محکمات، یعنی پیروی از متشابهات با تطبیق از محکمات قرآنی است. این طور از متشابهات تبعیت می کنیم، خدا کند درست فهمیده باشیم. همینطور است. جناب منصوری با آیات متشابهات قرآن ادهی به عزت و ادهی به ذلت میرسند، بر حسب اینکه چطور استفاده میکنند. جناب پوپل متشابهات را مستقل از محکمات میدانند که باعث بیراهی و گمراهی میگردد. با عرض حرمت جناب علیزاده به استنباط این حقیر، خداوند متشابهات رو در قرآن آورده تا ما را به تفکر تقوایی ترغیب نماید.
جناب پدر درک هر موضوع ساده نیست. جناب امینی دلیل آیات متشابهات در قرآن این که تا فرق بین کسانی که واقعا راسخون در دین هستند و کسانی که فقط ادعای آن را دارند مشخص شود. جناب علیزاده که سر لوحه تفکر تقوایی و هدایت متعاقب آن انفاق است و پیشبرد جامعه به سوی عدالت اجتماعی، جناب بصیر عطایی بدون متشابهات جنت و دوزخ و یا هر موضوع دیگر برای من مفهوم نمی شود. بیژن نبی پور با سلام خدمت دوست عزیز پاسخ به بردیا می دهند. متشابهات برای این آمده است که آخرت برای ما مفهوم شود، چون چیزهایی که در دنیای دیگر است برای ما قابل فهم نیست در این دنیا و فقط با متشابهات برای ما قابل فهم می شود. جناب امینی کاملا با حرف شما موافقم و فرق بین راسخون نواقعی در دین مانند استاد آخوسی نشان میدهند با سوء استفادشان در دین مانند ملایان که از متشابه حکم صادر میکنند و برای نمونه بهشت رو فاحشه خانه تصویر سازی میکنند. جناب استاد خوب و عزیز ما توفیقی عزیز، سلام و عرض ادب و احترام حضور داعیه الالحق و مجاهد نستو، جناب دکتر آقاسی ارشمند و بانوی مهربانشان و جمعی خواهران و برادران گرامی در این دانشگاه ممتاز و عالی. زنده باشید جناب توفیقی، از حضور شما در این برنامه احساس امنیت و افتخار میکنیم. بسیار خوش آمدید. فی سعید به خاطر اینکه ما رسوخ بکنیم تا معنای اصلی متشابه را درک کنیم و از متشابه حکم به دست بیاوریم و متشابه را مستقیما حکم محسوب نکنیم. جناب برکی، بهشت و جهنم هم از متشابهات قرآن است که لذت‌های موجود دنیوی که انسان با آن معرفت دارد مثل آن را تشبیه می‌نماید که گویا در جنت چنین لذت‌هایی وجود دارد و کسانی که این را محکم فکر می‌کنند همان است که در راه کسب جنت به اعمال ناشایست و ناجایز مانند عمل انتحاری طالبان را مرتکب می‌شوند که شهید بشوند و به 72 حوری برسند. جناب خالد، متشابهات زبان تمثیلی قرآن برای فهم انسان به زبان انسانی آمده تا تفکر و تعقل بیشتر داشته باشیم. زنده باشید. زنده باشید. جناب نفیسه فاروق، باشد نه هر مرد خبیثی مؤثر و علت معلوم و پیدا نیست، ولی اثر و فاعل پیداست. برای فهمیدن اثر باید به متشابه آن مراجعه می کنیم. بهشت در بعد مادی نمی آید. مثال مؤثر است، اثر حکم است، با پیروی از حکم و قرآن با اعمال نیک با زهد و تقوا به بهشت خواهی رسید. مفید و مختصر. جناب پدر، همه زیبا استاد عزیز. خب میرسیم به فرمایشات نفیسه مجددن. یک مرد پاک و درست دست نخورده منظور هست و باکر، در جستجوی زن پاک و دست نخورده و باکر باشد. هر مرد خبیثی، نه هر مرد خبیثی. جمله اول کامنت قبلی هم ادامه نوشته این بخش است که اشتباهی آنجا آمده. تشکر میکنم از اصلاحش. پدر می نویسند که حال که به خود می بینم با مفهوم شدن آیات قرآن و
آدمواری زندگی نکردیم. فکر میکنم آدم نبودیم. صراحت پدر در طرح مطالب خودش یکی از پدیده های جالبی است که ما در این برنامه باش مواجه میشیم. بسیار انسان صدیقی هستند و همونطور که از ایشان و بقیه دوستان تقاضا کردیم، ذهن خودشون را آزاد میگذارند که به بیرون تراوش کنه و آثار ذهنیاتشون رو گزارش میدن و این کار بسیار ارزش داره، فوق‌العاده ارزش داره. می نویسم استاد عزیز، حال که به خود می بینم با مفهوم شدن آیات قرآن آدمواری زندگی نکردیم، فکر می کنم آدم نبودیم. در مورد من هم همین گونه است. جناب کشاورزی، زهره کشاورزی، حمایت از تلویزیون پیوند از محکمات است نه از متشابهات. بسیار ممنونم از مشارکت امروز شما عزیزان. امروز حال جسمی من خیلی مساعدت نمی کنه و یک کمی سنگینی که از صبح داشتم شدیدتر شده و کمی سردرد و عرض کنم که به هر حال حالات خیلی خوبی نیست و آرزو میکردم که توان داشتم و میتوانستم که یکی دو ساعتی دیگه هم در محضر شما بزرگان باشم. موکول میکنم بقیه و دنباله این بحث رو به نشستی دیگر. امروز روز بسیار خوبی بود و با بزرگان آشنا شدیم، دوستان جدیدی که مدتی بود از دیدنشون محروم بودیم به برنامه بازگشتن و شکر میکنم خدا رو برای توفیقی که به ما داده و اینکه قادر هستیم با همه فشارها، با همه مشکلات، با همه دستنگیها، با همه اتهامات و روزگارانی که بر ما گذشته، تحقیرهایی که شدیم، تهدیدهایی که شدیم، به خاطر این شبکه، به خاطر اداره امور این شبکه، چه تحقیرهایی رو که تحمل نکردیم، چه بدنامیهایی رو که تحمل نکردیم. ولی خوشحالم که به هر حال به لطف و عنایت حضرت حق امروز اینجا هستیم و اگر ما همه با هم یک کلام از قرآن یاد گرفته باشیم، همه رنجهایی رو که ما دیدیم ارزش پیدا میکنه. دست گرم فرد فرد شما عزیزان رو میفشارم. با فرد فرد شما به سپاس و قدردانی خم میشوم در مقابل شما عزیزان و از اینکه وقت شریف خودتون رو استفاده میکنید و در این تعامل و معارفه قرآنی مشارکت میکنید، از همه شما سپاسگزاری میکنم. توفیق شما با خدا باشد. از حضور همه شما التماس دعا دارم برای اینکه بتوانیم کاری کنیم و خدمتی کنیم که بیشتر به رضایت خدا نائل بشویم. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. گاهی از اوقات در عین اینکه خب بیشتر شما 99% شما لطف دارید و بزرگی دارید به من، گاهی از اوقات هم اتهاماتی وارد می شود و نسبتهایی به من داده می شود که به هر حال هر گلی خاری هم در کنارش هست و همه چیز رو با هم باید پذیرفت و ما هم می پذیریم.
اما عرض میکنم که با همه عاشقی و مستی و بیباکی ما، شبنم صبح خجل میشود از پاکی ما. خاطرم بار تعلق نپذیرد، گویی در دل آب نهفته است، در دل آب نهفته است تن خاکی ما. تا نشست دیگر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وحدت را می‌بینید. انسان مخلوق آینه